بینندگان عزیز، با سلام به شما برنامه امروز رو شروع میکنیم با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشید. تشکر میکنم از علی آقا که تاریخ‌ها رو فرستاد، ولی ما وقت نداشتیم که اینها چون به صورت زیپ هست، همون زیپ که میبندن، بازش کنیم. تاریخ رو به این صورت مینویسیم و مشکلی نیست. امروز 18 اکتبر چهارشنبه برابر با 26 مهر ماه 1396. اجازه بدید اول برنامه اون 7 دقیقه ویدیویی رو که ما به یک دوستی قول دادیم و بنده خدا لطف کرد و گفت من الان رسیدم خونه $50 برای شما پست میکنم، ولی یوتیوب بی معرفتی کرد و همه رو نشون نداد، نشون بدیم. ضمن این که در زیر فیسبوک قرار دادم، در یوتیوب قرار دادم و در پلیلیست مردم تیوی هم بود از دوشنبه تا امروز. از امروز به غیر از این که الان این 7 دقیقه و چند ثانیه رو بهتون نشون میدم، در پلیلیست هم نگه میدارم تا ما ثابت کنیم به دوستان که در تلویزیون مردم کم فروشی امکان نداره و به قول معروف میچربونیمش که دوستان گله‌مند نشن. این آخوند رو ما پرسیدیم که به نظر شما، اجازه بدید من نمیدونم که به نظر شما این از حرف دل خودش داره میگه یا اینکه این هم یک سوپاپی هست که به اصطلاح آخوندا مأموریتی دادن به این که آقا شما اینو بگو، اگه 4 نفرم ناراحت هستن و جوش آوردن از این وضع حکومت ما، شما به اصطلاح اونها رو آروم کن. و میدونید دیگه معروفه وقتی یک کسی حرفی رو بزنه که حرف دل شماست، شما میگید خب همین که گفت دیگه راضی میشین. این تصویر این آقا رو من میذارم اینجا، کامرای شماره 2. به نظر میرسه خیلی جوونه. حالا این عکس شاید مال قبلا بوده و اینها، نمیدونم. اگر کسی این آقا رو تماسش رو به اصطلاح شماره تلفن اینها رو اگه میدونه بگه تا ما باهاش تماس بگیریم، اگر در زندان نباشه باهاش مصاحبه‌ای انجام بدیم. بشنویم با هم این آخوند رو. من نمیدونم تا کی ما باید حواس بدیم به خاطر بی‌عرضگی صنعت خودرو تو کشورمون که اینا آشغال تولید کنن و ما مجبور باشیم این آشغالا رو بخریم. که چی میخوام حمایت کنیم از صنعت؟ از صنعتگر میخوام حمایت کنیم به قیمت جون ما، عجیب ما، عجیب خودت خرج کن، عجون خودت مایه بذار. رؤسای ایران خودرو سایپا کدومشون محصولات خودشون رو سوار میشن بعد میگن حمایت از صنعت خودرو؟ مرد حسابی نخر. آجا خان میدونی چقدر اونجا کار میکنن؟ تو میدونی چقدر کشته میشن تو جا دامون؟ میدونی چقدر قطع نخا میشن؟ میدونی چقدر ناقص العضو میشن؟ میدونی چقدر دختر در به داغون شده که مونده تو خونه تو همین تصادفا به خاطر بیکیفیتی خودرومون؟ تصادفه یک کشته میده، چند تا مجروح میده، چند تا قطع نخا میده، چند تا نقص عضو میده. سر چی؟ سر این که ما نمیخوایم مسیر پیغمبر رو بریم. مسلمون به ریش و امامه و عواب و نماز و تسبیح و انگشتر نیست آقا، مسلمونی به رفتاره. وگرنه ما جنس آشغال تولید کنیم اینا. ایران خودروی قرآن میذاره تو داشبورد، خجالت داره. اون خیانت به اون قرآن که میذاره تو داشبورد ماشین. تو کارتو قرآنی انجام بده نه ادا در. تو جنس تو با کیفیت تولید کن. اونی که داره ماشین قرآنی تولید میکنه بنز آلمانه، بی ام آلمانه، فیات ایتالیاست، نه تو. اونی که قیامت من و شما رو به پیغمبر نزدیک میکنه عمل ماست، نه اسم ما. وگرنه صدام هم اسمش حسین بود ولی منطقش یزید بود. این هم آدم کش به اسم نیست که، به عمله. تعارف نکنید با خودت، امنیت نیست تو جامعه. شاید صد بار این صحنه رو دید، مثلا دستفروشیه، مامورین صد معبر شهرداری میریزن له میکنن بساط طرف رو، مثلا حق شرعی ندارن، خلاف این کار. بساط طرف رو له میکنن، میبرن مثلا طرف هم میگو التماس میکن میشن باش کنی، شما هم از بزنی با شما برکن. چون اون روز که اینا این کار کردن هیچ کی نگفت، امروز به جای رسیدن میزنی تو سیرت میگه برو به صورت حرف نزن. حالا
حالا شد قانون بساط یه بدبختی که میخواد دزدی نکنه دیگه، قاچاق نفروش، بساطشو له میکنن، تو هم تذکر میدی میزنه تو سینه، برو پی کارت، تو هم پروگری کنی میام میبرم. من میخوام بگم هیچ کدوم از مسئولین مثلا علمای حوزه هیچ کدوم این صحنه رو ندیدن مثلا اتفاقاتو، نه بعد تذکر بدن اون وای نمیرن آقایون تو خیابون رد نمیشن، برخوردار نمیبینن، تا حالا ماشینشون جریمه نشده؟ جریمه همراه با توهین نشدن؟ چرا هیچ کی تذکر نمیده؟ چرا انقدر تذکر نداریم؟ یه چند تا بخواد تذکر بده میگه جایگاه ما دست میده، جریمه نشده. یعنی جایگاه صندلی میکروفون انقدر مهم میشه که من همه چی روی میکروفون میگم غیر از چیزی که به من واجبه و باید بگم. وقت جامعه رنگ دینی داره، یعنی همه معاصم دارن، نماز جماعت میخونن، نماز جمعه میرن مسجد، داریم هر روزم گنبدای مساجد بزرگتر میشه، دو روز دیگه رو خونه هاشون هم بعضیا گنبد میسازن، رو دانشگاه هم گنبد میسازن، رو فروشگاه هم گنبد میسازن، از مظاهر دینه دیگه، ترویج دینه. بعد یه دفعه دو روزنامه میزنه فلان کسک اینقدر هزار میلیارد مثلا برد، با چه سندی بهش وام میدی که پولو میبره؟ خب هی میگن اختلاس شد، خب پولو برگشت دیگه، اونا شما خبر نده، پولو برگشت به نخیر یه بر نگشت، با آقایی که خورده رفته، پولو بر نمیگرده، ما نمیفهمیم چی میشه. خب این پولا را کجا برده بانک؟ شما برده پول گذاشتی تو بانک، پولو از مردم جمع میکنی به اسم قرض‌الحسنه، بعد وام میدی به کارمندای خودت فقط، وامای سنگین قرض‌الحسنه به ملت که میرسه وام نده، پولو مردمو جمع میکنی خرج کارمندا خودت میکنی، خودت اونی که این قانونو گذاشتی. بعدم هی هزار میلیارد کی بهم داره میره. خب ما کردیم این کارا رو، ما به بانک اعتماد کردیم، کی به ما گفت به بانک اعتماد کنیم؟ بانک الان شده یه امامزاده، منتها امامزاده که کور میکنه، شفا نمیده. کجا پناهگاه تو بهش پناه؟ 5 میلیون وام مسکن میدن، 110 میلیون پس میگیرن. این که اسمش نزول نیست ایشالله، منم میگم نیست، این پدر جد نزوله. آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون از نامحرم نپوشونه موهاشو، این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنه از چند سال؟ مثلا 100 سال، 10 سال. بعد میشه بگیر یک روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که اینقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره، سخت میگذره، میخوام بگن سخت میگذره. یعنی یه دختری موهاشو گذاشته بیرون، بعد خدا 1000 سال این عمو آویزون میکنه، بعد وسط آتیش، بعد مثلا طرف میگه من تشنم، جیبش میدن تو جهنم؟ زقوم. ها زقوم چیه گفتن؟ چرک و خون جوشیده، داره میجوشه، قل میزنه چرک و خون، بعد زقوم میریزن تو حلقش، یه روده ها رو هضم میکنه، از بدن خارج میشه، درد رو میچشه، این اعصابش از کار نمیفته، این زجر رو به تمامه درک میکنه. بعد میشه عاشق این خدای شد؟ و اگه خدا اینجوریه که داعشه خیلی آدم خوبیه، اینقدر دیگه کسی اینا اذیت نه، اینا به هیچی نیستن در برابر اون عذاب. وقتی خدا رو اینجوری نشون میدی، خب اینا کاراشون توجیه داره دیگه، میگن این خدا میخواد ببره 100,000 سال آویزونش کنه، حالا ما 100 آویزونش کنیم. خب حالا منطقیه این حرف؟ اینه، یه چیزی رو میخوای به خدا نسبت بدی، هش نمیفهمی بگو من نمیدونم. بابا یه خدا درست که از اون بالا جلادا اینجوری نیستن بابا، 24 ساعته یارو زجرش بعد یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، یه سال اعتراف کنه تاش تمومش میکنن، یه تیر بزنه تو بحث یارو رو قبلش میکنه میگه برو، 1,000,000 سال یارو آویزون میکنه که ماتو نامحرم دیده. من میخوام بگم من کار با حجاب تو ندارم، نمیخوام الانم بگم موشو میذاره بیرون گناه کمی یا گناه زیادیه، من میخوام بگم این عذاب منطقیه یا منطقی نیست. میخوام بگم یه خدایی درست کردی اون بالا جلاد خونه را انداخته، خب مؤمنین اینجوری هم میخواد دیگه، اینا برای کدوم خدا دارن قربونی میکنن؟ برای خدایی که یه تارمو رو 1,000 سال آویزون میکنه، بعد چرک و خون رو میده بجوشونن، میگه اینو به جای آب بدید بخوره به اینا. یه دین درست کردیم خطرناک، هر کی به یه قدرتی میرسه سریع شروع میکنه سلیقه خودش رو از دین اعمال کردن. به چه حقی اعمال میکنی سلیقه؟ بعد میگه اینه که ما میگیم دینه، هر کی خلاف این بگه خلاف دین گفته. کی گفته اونه که تو میفهمی دینه؟ این فهم تو از دین. آقا خدا قیامت یقه ما رو میگیره میگه تو چیکاره بودی رفتی گفتی دین اینه؟ به تو چه ربطی داشت آخه؟ نامه داده بودم بهت، ملک به تو نازل شده بود، چی بوده؟ هیچ مرض داشتی؟ نمیگفتی میمردی؟ یه اعتقادی داشتی مال خودت نگه میداشتی، پیش منم حجت داشتی، میگفتی من اینو فهمیدم. اما این که این فهمتو رفتی نشر دادی، بعد جلو فهم دیگرانو گرفتی، بعد با فهم دیگرانو تکفیر کردی، بعد حکم اعدام دادی برای دیگران، خدا میگه خودتو چی کاره بودی این غلطه رو کردی؟ چی میخوای جواب بدی؟ کسی از پیش حضرات معصومین نیومده بیاد بگه معاد اینه که ما میگیم غیر از اینم نیست. چیزی که تقلیدی نیست، اگه من فکر کردم به یک نتیجه رسیدم غیر از اون که شما رسیدید، باید بگی نتیجه تو باطله. یعنی
عادی که شما میگی اصول دینه، بعد میگی اصول دین عقلیه، خودت باید بری برای خودت حجت به دست بیاری. اگه من رفتم فکر کردم بر اساس منابعی که هست با تفکر و عقل خودم با آیات قرآن به اون نتیجه رسیدم غیر از اون که گفتن، حالا بعد نادگی که ایشون انحراف عقیده داره، ایه طرف میگیم تقلیدی نیست، ایه طرف میگیم فکر کن اگه به اون که غیر از ما میگیم رسیدی تو انحراف فکری داری. بله دوستان عزیز، این رو یکی از دوستان بیننده تقدیم به شما کرده و خودتون فکر کنید. در همین رابطه اجازه بدید من یادی کنم و تشکر کنم از دوستی به نام آقای وحید سعیدی. سالهاست من ایشون رو میشناسم و به نظرم یه آدم منطقی، یه آدم به اصطلاح اینجا میگن لاعبیدی، یعنی کسی که قانونمنده. حالا قانون مدارم میگم، این کلمه مدارم من میگم، بعضی وقتا وقتی میگن سیاست مدار یعنی کسی که دارای سیاست هست، ولی یه جا میگه مدار از مثلا زندگی چشم، یعنی ندار بمانه. یکی بیاد برای من توضیح بده. خوشحالم آقای رویس هم امروز با ما هستن. آقای رویس یه وقت بیا با هم صحبت کنیم از اون روزهای خوب، یا شاید الان اگر شما طرفدار آقای ترامپ هستید از این روزهای خوب بیاین برای ما بگید. بالاخره اوضاع دنیا خیلی نگران کننده است. دیروز داشتم ویدیوهایی رو نگاه میکردم در رابطه با عراق، در رابطه با سوریه. سوریه داعشی ها رفتن، حالا یه نیروهایی که آمریکا اینها رو به عنوان نیروهای دموکراتیک سوریه قبول داره و بهشون اسلحه میده، پول میده، حمایت میکنه، آموزش میده، اینها آمدن اون داعشی ها رو از اون قسمت شهر بیرون کردن. شما حالا اینو داشته باشید، اینا خودشون با حکومت سوریه اشکال دارن، یعنی حالا حکومت سوریه با چه کار کنه. و اسد یه مصاحبه کرده فکر کنم با ادیتور یاهو، خیلی جالبه. وقتی اون آقا میگه آقا تو زندانش شما شکنجه میدن، مثل شاه بود که به مایک والاس میگفت شکنجه میدن، من که خبر ندارم. اینم میگه که من که تو قصر زندگی میکنم، ولی شما رفتید تو زندانه ما؟ میگه بله. من منتظر بودم بگه خب شما چجوری رفتید تو زندانه ما، یا این چی زندانیه که شما ازش ویدیو و عکس و فیلم هم دارید. ولی ببینید، حتما اون ویدیو رو روی فیسبوک مردم تیوی هم گذاشتم. برگردیم به دوستمون آقای در عراق هم یه ده از اینا اومدن، بعد بچه های جوون پدرش کشته شده توسط داعش، بچه ها رو گرفتن بردن آموزش دادن، حالا شده داعشی. حالا که اونا رفتن این بچه عراقیه، ولی به اصطلاح چیزای نظامی یا حرکات خودکشی و فلان اینا رو داعشی ها یادش دادن و مردم عراق اینا رو هم قبول ندارن. یعنی ببینید حالا چه مشکلی اونجا شده. برمیگردیم به حرف آقای ناصر شاهین‌پر که گفت که دموکراسی رو نمیشه با جزوه و کتاب و اینها وارد یه جا کرد. یه پروسه‌ای هست که باید قدم به قدم و یه چیزی هست که از پایه باید درست بشه. این که ما 80 میلیون یاغی داشته باشیم ولی همین یاغیه وقتی تنها میشه فکل کراوات بزنه و بیاد بگه دموکراسی، این درست باشه نیست. من نمیخوام بگم آقای وحید ساعدی اون یاغیه، ولی وحید ساعدی که من چند سال میشناسم با وحید سعیدی ببخشید که امروز میبینم میاد یه چیزی مینیسته، یادم نیست حالا یا مال این اسماعیل خویی بود یا راجب ترامپ بود یا هرچی، بعد می نویسه که ما باید بریم این آخوندها رو حتی از فلانجا از آلت تناسلی آویزون کنیم. من برداشتم نوشتم که به یکایکتون تبریک میگم، چون این چیزیه که آقای فاضلی هم آرزو میکرد که روزی برسه و ایشون برگرده ایران بشه میرغزر. و امیدوارم شما این برسید و چه ایران زیبایی میشه. من یه رفع زنگ زدم به فاضلی گفتم آقا این خیابون پهلوی، ما وقتی میمدیم تهران لاله‌زار و میدونم میدون سپه و توپخونه و اینها، بعد
عصر را میافتادیم میمدیم، بعد از اون میمدیم خیابون پهلوی، این درخت های چنار قشنگ اینا. حالا شما میخوای به این درخت ها آخوند آویزون کنی و اون کشور زیبا میشه. بعد از این دوره شروع میکرد فوش دادن. همین آقای فاضلی که یه اللازنجی واقعا بود برای این، یه فرابهر به این گندگی، مثل این چیزایی که تو گردن الاغا مینداختن انداخت بود اینجاش، یکی هم رو کراواتش، یکی هم روی عقش، یکی هم اینجاش. یعنی اینا همونایی بودن که دعا به بازوشون، یه قرآن تو جیبشون، یک دعایی تو لوله تو گردنشون. لوله میدونید یه چیز طلایی بود، مادرشون بهشون میداد، مینداختن تو گردنشون. حالا شده فرهوهر، شده اون، شده اون. ولی آخونده که اومد گفت که ما از دست شاه شاکی هستیم، چون مخالفا رو زندان میکنه، شکنجه میکنه، حتی بعضی هاشون میکشه و ما میخواییم بیان برادری برابری بدیم، دیدیم که رفت بالای مسجد مدرسه علوی، چپ و راست بدون دادگاه مردم رو کشت. حالا گوش کنید، آقای وحید سعیدی چه در کانادا چه آمریکا و دوستان دیگرش در اروپا، آرزوشون اینه که برن و یک روش اعدام جدید، من نمیدونم حالا دیگه از آلت تناسلی آویزون کردن اون چه نوع اعدامیه، چون میدونید اعدام مثلا میگه این گردن رو وقتی از درخت آویزون میکنی اگه با سرعت ولش نکنی همون موقع گردنش نمیشکنه بمیره، ساعتها این جون میکنه. یعنی اعدام هم یه روشی داره. این پدر سوخته‌ای که با جرثقیل میکشه بالا، اون طرف فوری گردنش نمیشکنه، بلکه باید یک ضربه، یعنی باید میرغضب باشی. حالا ما نوشتیم که امیدوارم شما موفق باشی و آقای وحید میرغضب بودنت رو تبریک میگم. برای من نوشته آقا حالا دیگه ما میرغضب شدیم، میگم نه هنوز نشدی، تو میخوای، من دعا کردم که بشی، چرا ناراحتی، خودت آرزو میکنی بشی. بعد می نویسه که حالا منطق رو گوش کنید دوستان، می نویسه که آخه آقای سربه، اینها که با شما اینجوری کردن با ما، ما باید باهاشون چه کار کنیم؟ من سوال شما رو با یه سوال جواب میدم. اگر 4 دزد آمدن در منزل شب، شما و خانمت و دخترت رو بستن، به خانمت و دخترت تجاوز کردن، حالا به خودت هم تجاوز کرده، شما زنده موندی، پلیس اینا رو گرفت، پلیس اینجا دیگه لا ان اوردر نیست، قانون این نیست که دادگاهی هست، تو این دادگاه هیئت منصفه ای هست، پلیس اینجا شده میرغضب بازی و حکومت شریعه میگن چی میگن. شما را آورد آقای وحید، بفرمایید بیاد این آقای چارتایی که به شما تجاوز کردن اینجا هستن، چیکار میکنی؟ شلوارت میکشی پایین بهشون تجاوز میکنی؟ و میگه نه شما چی کار میکنی؟ میگم من میگم از این همه بیقانونی خسته شدم، لا ان اوردر، دادگاه، دادگاه، یه جایی که توش عدالت باشه. بهش گفتم عزیز من غلط کردم، من اشتباه کردم و از امروز شما من رو نخواهید دید که در هیچ صفحه‌ای کامنت بذارم. آقای غلام ترشیزی یه آدم به این مؤدبی توی صفحهش یه چیزی میذاره، منم نظرم راجع به اون می‌نویسم. یه مردی که علنگ دیوانه میاد فوش به من میده، غلام ترشیزی اونو پاک نمی‌کنه، به اون چیزی نمیگه و همینجوری ادامه میده، خوششون میاد. بعد بهش میگم آقا جون، آقا وحید، شما من در خونت باز بود، دوستی سلام کردم اومدم تو، نشستم میبینم 4 دوست دیگه هم اونجا هستن، شما یه چیزی میگی، من نظرمو میگم، اون دوسته به من فوش میده، شما هیچی نمیگی، خب من خداحافظی میکنم میرم. احترام شما که صاحب خونه هستی، احترام زن و بچت، منزلت رو گذاشتم، خداحافظی کردم رفتم. ولی این خونه ای هست که تو میخوای داشته باشی و دوستانت اینا شدن، بعد از چند سال روی فیسبوک بودن، دوستان شما اینا بودن، اینا شدن از حمایت کردن برنامه‌های آقای عزیزان، یه جوونی که دنبال استقلال، آزادی، دموکراسی هست، رسیدی به اینجا که شما بنویسی می‌خوای مردم را از تخم آویزون کنی، اونا بهت بگن به به چه چه، بعد اگه سربی آمد گفت چه فرقی داره بین شما با اونها، اونا به سربی فوش بدن، شما به سربی حمله کنی، مبارکت باشه،
من دیگه آقا نه کامنت رو صفحه کسی میدم نه چیز، یه صفحه‌ای دارم 314000 تا روشن. البته آقای غلام ترشیزی چون عادت کرده به دروغ گفتن با مجاهدا، آقا شما برنامه 10-12 تا بیننده داره. گفتم چه خوب، چون من تا امروز همش میگفتم 7 تا بیننده. ممنونم، حالا دیگه شما و آقای فیلابی و مرداد و علی و اینا هم اضافه شدید، حتما شمردید شده 12. ولی براش نوشتم آقای ترشیزی، ویدیویی که شما گذاشتید یا دیگران گذاشتن از آقای فیلابی تو شورای ملی مقاومت بعد از 2 سال 270 تا بیننده داشته. ویدیوی من یه روز در میون 500 600 300 400 تا داره. آخه چرا دروغ میگی؟ بعدم به من میگی چرا عینکت برداشتی به من گفتی دروغگو؟ آقا امروز 3 بار میگم آقای ترشیزی شما دروغگو هستی، دروغگو هستی، دروغگو هست. تا روزی که بیای بگی آقا من اشتباه کردم دروغ گفتم، من اشتباه کردم رجبی رو که مرده به دوستام گفتن زنده است بیاین بریم تظاهرات، من اشتباه کردم به سربی، بعد میگه آقا حالا شما که 14000 تا، البته بازم رضایت نمیده، شما که 5000 تا دوست داری، از این 5000 تا میگم آقا این دوستان ایرانی هست و من یاد گرفتم امید به اینا نداشته باشه. آقا این امروز بهتون نشون میدم این سناتور گرام هست، من خوشم نمیاد ازش، برداشته نوشته که من ایرانی ها رو خوب میشناسم. میدونید ترامپ هم گفت من ایرانی ها رو خوب میشناسم، ایرانی ها اهل بیزینس هن، ایرانی ها خیلی چونه میزنن فلان اینها. نظرش رو گفته، گفته من نمیدونم، حالا تو پول که میگن کار میکرده، پول روم از این بیلیارد جای بیلیارد بوده یا پول یه جای استخر بوده فلان اینا، گفته من ایرانی ها رو باهاشون سرکله زدم میشناسم، دروغگو هستم. دوست من دکتره از فلوریدا ورداشته یه نامه یه خانم دکتر وکیل دیگر فرستاده که نه آقا و یک گرم شما اشتباه میکنی. بهش میگم عزیز من همین خانمه اشتباه میکنه، هم شما اشتباه میکنی. اگه ما دروغگو نبودیم و نیستیم که به این روز نمیافتادیم. اگه ما دروغگو نبودیم و نیستیم چرا پیغمبر زرتشت ما، آره پیغمبر نیست فیلسوف بوده، چرا فیلسوف بیاد بگه خدایا اون گفته یا داریوش و کوروش گفتن این قوم ما را از دروغ دور نگهدار، یعنی انقدر نزدیک دروغ بودیم از دروغ خوشسالی، ایران خوشسالی همیشه باهاش هستی، دور نگهدار. خب این فیسبوک مون، این برنامه های تلویزیون مون، آقای چمنارا امروز برای من یه فیلم فرستاده، بعد گفته آقا لطفاً اول به بیننده ها بگو که این آقایی که با من مصاحبه کرده اشتباه کرده، به من گفته دکتر چمن آرام، من دکتر نیستم. گفتم آقا این حرفا چیه؟ هر تلویزیون لس آنجلسی که با شما مصاحبه کنه شما خود به خود به درجه دکترا، دکترای افتخاری نائل میشی. من 4-5 جلسه این آقای دکتر ابوالقاسم صمدانی رو برنامه خریده بود، برنامه میذاشتیم، برنامه دوم سوم که شروع به گفتن آقا شما خود دست کم میگیری یا اینجوری ساده با مردم حرف میزنی. گفتم با چیکار کنم؟ گفت آقا من که گلوبال یونیورسیتی دارم یه دکترای افتخاری بهت بدم. گفتم آقا نمیخوام. گفت آقا دادم به سکویی، دادم به این میفسفس، دادم میفترسه کیه. گفتم آقا من نمیخوام، من ویدیو دارم، حالا اگه بتونم جمعه بهتون نشون میدم. دسامبر سال 2003 اومدم خودم رو برای مردم معرفی کردم و این اولین روزی بوده که تلویزیون مردم رو ما پایه‌گذاری کردیم. بهشون میگم من سربی هستم، اهل شیرازم، تو شیراز دنیا اومدم، شیراز بزرگ شدم، بعدم یه مقداری درس خوندم، تو خیابون از دانشگاه مردم دکترا گرفتم. افتخارم هم اینه. آقا شما لیسانس گرفتی، دکترا گرفتی، فوق دکترا گرفتی برای خودت. ما اینجا یه برنامه میخوان بذارن برای مهرگان 28 باور کنید من 20 تا ایمیل فرستادم به دوستمون آقای دکتر، حالا اسمش نمیگه، اون میگه که مسئول این کار فلانیه، شیر بزرگ، شیر کوچک، فلان اینا. دوباره آقا بنویس به اونا، دوباره اونا با تماس میگیرن. دوباره آخرش گفتم، دیروز برای من فرستاد، گفتم آقا من گیوپ کردم، یعنی بریدم، نخواستم آقا آگهی شما رو پخش کنم. برید خوش باشید، برید برنامه بذارید، نصف سالن خالی، بعدم بگید که مردم نمیان. آخه آمریکایی‌ها احمقن که آگهی میذارن.
خانم مایلی سایروس رو نمیدونم بیانسه و فلان اینا که آگهی میذارن، اینا معروف نیستن که، شماها معروفید. بهش گفتم آقا جون ما این ضرب المثل آمریکایی ها که میگه که گاو باز رو اینجا چی میگن؟ کابوی یا کانتری بوی. کانتری بوی همون میشه دهاتی های خودمون. میگه میشه دهاتی رو از ده بیاری شهر، ولی ده رو از سرش نمیشه ببری بیرون. گفتم ما اونا هستیم، ما اومدیم اینجا شرکت نمیدونم فلان غیر سهامی نمیدونم نان چی میگن نان غیر انتفاعی نان پرافیت رو بینا قاطی کردیم، این کارا رو میکنیم ولی دیگه قدم های بعدیشو بلد نیستیم. میریم عضو میشیم، اون میشه شیر بزرگ، اون میشه شیر کوچک، فلان راجع به شیر صحبت میکنم اگه بتونم پیدا کنم. توی کشوری اینا باور دارن اگه به شیر تجاوز کنن بارون میاد. آقای وحید سعیدی میخواد بره ایران آزاد کنه، مردم رو از آلت تناسلی آویزون کنه، تو اون کشور به شیر تجاوز میکنن بارون بیاد. تو آمریکا خبر خوب، مردا که نتونستن غلطی بکنن، بلکه زنا که آلت تناسلیشون توسط آقای ترامپ چنگ زده شده بود، دارن میکشنش به دادگاه. 31 درست میگم 31 اکتبر یعنی همین ماه روز سه‌شنبه دادگاه تصمیم میگیره که چه باید کرد. حالا چرا چه باید کرد؟ وقتی کسی میشه رئیس جمهور، تا چند سال پیش یک مسئولیت، بیاتون میگفتن طرف مسئولیت سیاسی داره، اینجا حتی مسئولیت قضایی بهش میدادن، یعنی هر غلطی میخواد بکنه کسی نمیتونه ببر شکایتش کنه. آمدن قانون رو عوض کردن و فکر کنم از دوره کلینتون شد، از زنبازی شد، اون ماجرای مانیکا لوینسکی و اینها، فکر کنم، مطمئن نیستم، اگه کسی تاریخ دقیقش رو میدونه به من لطف کنه بگه. عوض کردن، گفتن ببین همه اینها مسئولیت قضایی و اینها داره، ولی تجاوز، آزار جنسی و اگه اشتباه نکنم قتل، اینا چیزیه که همون جوری که تو دادگاه استچو آف لیمیتیشن نداره، محدودیت زمانی برای شکایت نداره، طرف 10 سالش بوده رفته پیشاهنگی، مربی هم به این تجاوز کرده هم به 20 تای دیگه، گفته به هیچ کم نگین، 20 سال هم بهشون تجاوز میکرده، بعد از 40 سال 30 سال طرف اومده شکایت کرده، پدر سرمربی و مربی رو در آوردن. اینم از این ماجرا. خب چون ما قرارمون بر این بود که اول خلاصه مطالب رو بگیم یا سرتیت یا خلاصه اهم اخبار رو، اجازه بدید از بالا براتون بخونم. بیان پیام بیننده‌ای درباره آقای شاهین پر و درباره دوستی از خلیج فارس، ماجرای سربلند بودن. سربلند بودن رو تو آمریکا بهش میگن واکینگ تال. سالها پیش توی ایران اگه اشتباه نکنم توی زمان شاه بود، یه فیلمی من دیدم همین به نام سربلند به فارسی، ولی به انگلیسیش واکینگ تال هست، اگر دوست داشتید نگاه کنید، اونم قشنگه. بعد دست ها را به کمر زدن و افاده کردن و اینکه مادر بزرگ من، ما به مادر بزرگمون میگفتیم ننه و دیدم اینجا میگن نانا. و میدونید مثلا شیرازی ها به گهواره میگفتن ننی، بعد اینجا میگن ننو، و نمیدونم در اصل این ریشه های زبان، به همین خاطر من میگم باید زبان ولش کنیم، پویا باشه، باز باشه، گسترده باشه. برگردیم با آقای محسن مهندس سهراب چمنارا، ساعت 4 بعد از ظهر یا بعد از برنامه خودم ویدیوی ایشون رو براتون پخش میکنم. این ویدیو در رد ادعای زن ستیزی فردوسی هست، چون موقعی که داشتم ضبطش میکردم به ویدیو گوش دادم، من خداییش هنوز همین مشکل رو با آقای چمنارا دارم که آقای چمنارا از یک طرف فردوسی رو بزرگ میدونه، میستایتش رو، مقدسش میدونه که خیلی فارسی صحبت کرده، خیلی ساده صحبت کرده، از یه طرف به ما میگه شماها نمیفهمید، من باید براتون فارسی فردوسی رو ترجمه کنم، تفسیر کنم، توضیح بدم. آقا فردوسی خودش به زبان خودش گفته زن و اژدها هر دو در گور به، در قبر به. فردوسی خودش به زبان خودش گفته شاه و
ملا اینا دوتاشون یکی هن. تو گویی که یه برادرن زیر یه چادر، دو برادرن زیر یه چادرن. حالا شما هی بیا به چرخونش، هی ببرش داستان کیکاووس، هی ببرش داستان سهراب، آقا این لقمه رو اینجوری میخورن. ما تا حالا ندیدیم کسی لقمه اینجوری بخوره. حالا بعد برنامه من گوش کنید، نظراتتونم بنویسید و الی آخر. این هم آخوند جوانی که 7 دقیقه صحبت میکنه، آیا این حرف دل خودش هست یا سوپاپی برای مردم؟ چون همه اینا رو میگی آقا، همه اینا رو ما مردم زودتر از شما فهمیدیم، ولی نمیگی حالا که مردم گرفتار شدن چه باید بکنن. این مشکلشه. ولی اون آخوندهای زمان شاه وقتی آمدند و شلوغ کردند و گفتن از اون آقای نخجوان گرفته تا حائری گرفته تا دستقیب گرفته تا مصباحی گرفته، اینا میگفتن به مردم چیکار کنن، میگفتن بازار رو تعطیل کنید، نمیدونن تظاهرات را بندازید و چنین و چنان. به نظر من این اشکال این صحبت این آقای جوان اینه، یا این نواره اونجایش که میگه چیکار کنیم قطع شده، بگردید دنبالش پیداش کنید. خب پتیک قرارداد جدید ایران با کشورهای خارجی رو نوشته. مجله فوربس دیروز ضمن اینکه 100 سالگی خودش رو جشن گرفت، اسامی 400 تا از پولدارای دنیا رو گفت. هنوز بیل گیت نفر اوله و ترامپ که اینقدر ادعا میکنه من خیلی پول دارم خیلی پول دارم، تازه نشون داده که ضرر کرده، به دلیل اینکه هم خودش هم دامادش اینا آدمای باهوشی نیستن. اینا رفتن یه جایی سرمایه گذاری کردن، یه ساختمونای خریدن که اون ساختمونا خیلی به اصطلاح سود نداده. ولی جالب اینه، میگه کسی که الان نفر دوم هست و اگه اشتباه نکنم 82 بیلیون یا 82 تریلیون پول داره، فکر کنم بیلیون هست، میگه که این 14 بیلیون از پولش رو در 12 ماه گذشته به دست آورده. و من داشتم راه میرفتم، گوشی هم تو گوشم بود و داشتم سی‌اسپن گوش میدادم، با خودم فکر کردم که اینا معمولا سنشون هم بالای 50 هست، با خودشون چی فکر میکنن؟ فکر میکنن چند سال زنده هستن؟ چرا این پولا رو، مثلا بیل گیت 89 بیلیون دلار پول داره، خیلی هم آدم خیریه، هم خودش هم خانمش، ولی چرا بیشتر خرج نمیکنن؟ آفریقا، گشنگی، آب، جنگ، نمیدونم سرپناه. همین آمریکا باورتون میشه یه عده‌ای میرن با ماشین سیار تو سان فرانسیسکو که الان چیز شده، این دیابت میگن یا اون یکی دیگه، یه مرضی هست شماره 1 و 2 و 3 داره، این الان شایع شده و میگه دلیلش اینه که هوملس زیاد داریم، این هوملسا شب وقتی تنگش میگیره میره لای دو تا ماشین میشینه ادرار میکنه، میره میشینه مدفوع میکنه، و این ادرار مدفوع چون تو هوای آزاد ماشینم روش میرونه و میره و پخش میشه و اینها، شیوع بیماری شده. حالا من اگه بگم دوست خوبمون آقا کمال باورش نمیشه، میگه آقا حالا یکی پیدا شده به نام ترامپ که این ترامپ بالاخره حرف دل ما رو میزنه. میگم آقا تو مو میبینی و من پیچش مو، تو زلف میپیچی و من ریزش مو، چی داری میگه عزیزم؟ از ریگان این حرفو زدن، از حتی کارتر این حرفو زد، اوباما، اون یکی کلینتون، بوش بزرگ، بوش کوچیک، هر کدوم از اینایی که تو این 40 سال بودن اینو گفتن، ولی یکیشون عمل نکرده. تنها حرف درستی که یه نفر زد خانم نیر قربانی بود، گفت همه اینا میگن پرونده ها روی میزه و درست هم میگن، پرونده داره خاک میخوره. عزیز دل من وقتی یه نفر اینجوریه، شما که از دست آخوند فناتیک بنیادگرای خرافاتی خسته هستی، بیا تو صفحه من بریم با هم دیگه نگاه کن. دوستان اجازه بدید من این صفحه رو براتون باز کنم. سوربی، ای خدا ذلیل نکنه این سوربی رو. اینجا این الان صفحه مردم تیویه. آقای ترشیزی توی این صفحه به گواهی آمار و ارقام نزدیک به 9000 نفر اینجا است و من همیشه گفتم اینا
مین وسه دوست، ولی نصفشون دشمنن نصفشون مخالفن. این جواب شما که گفتی آیا به این 5000 تا میشه اطمینان کرد یا نه؟ نه خیر، من اصلا نمیخوام به اونا اطمینان کنم. برنامه من بر این اساس پای ریزی نشده، بنیادش اینجوری نیست. اینم صفحه شخصی خودم که اینجا به گواهی فیسبوک نوشته 4990 تا، و ما یه زمانی شد که 12 تا صفحه داشتیم برای که بلد نبودیم، هی اولی رو باز میکردیم میرفتیم دو، میرفتیم سه، اینها حالا با یاد گرفتیم اومدیم پایین. دوستان بیاین با هم ببینین، نوشتم دوستانی که امیدوار هستند این شارلاتان. شما حتما تا امروز میدونید وقتی میگیم شارلاتان هیچ کسی به غیر از آقای ترامپ نیست، که این شارلاتان ایران را آزاد کنه، لطف کنید با ایشان دعا کنید تا خدایی را که دنیا را گند زده از سوراخش بیرون بیاد و به التماس شما جواب دهد. جالب اینجاست که شما آخوندها را فناتیک و بنیادگرا میدانستید. حالا بشنویم با هم، چشماتونو ببندید دوستان، ولی اجازه بدید این آخوند کراواتی که بغل این خانم قرمز وایستاده دستشو بذاره روی شونه های شما و با هم دعا بخونیم. اللهم Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face, you will forgive their sins and heal their land. Father, I thank you that we have a president, President Donald Trump, who believes in the power of prayer. We thank you for a vice president like Vice President Pence, who works alongside of him. And we thank you that the president had the wisdom to call our nation right now for a day of prayer this coming weekend, Father. This is what we need. We pray for healing for our country. Yes. We pray for physical healing for those who have suffered the devastation from Hurricane Harvey. Father, be with them. Provide for their needs. Help us to be the embodiment of Jesus Christ as we minister to them. But Father, we also want to pray for spiritual healing, emotional healing for our country. This country has been bitterly divided for decades upon decades, and now you have given us a gift. President Donald Trump, who wants to bring healing to this country, and he is bringing healing to this country, and I pray that you would give him and Vice President Pence the wisdom they need to truly make our country the country you want us to be. We want America to be great again, and we can know that America can only be great if his America is good, and we know we have a president who wants to make America good. بستتونه دوستان، ممنونم از این دوستی که میگه این دعای اینها ایشون رو یاد احمدی نژاد میندازه. میدونید احمدی نژاد مینشسته و میگفتن سر سفره یک بشقابم برای آقای امام زمان میذاشته. چه تفاوتی بین ای با اون آخونده که میاد میگه که چون گناه کردید زلزله اومده، چون گناه کردید خوشسالی شده، حالا باید دعا کنیم چنین و چنان. ولی همین پدر سوخته ها تا یه دندونش درد میگیره بهترین دکترا رو میره، نمیشینه اون موقع دعا بخونه. اون وقت دوست ما، فامیل ما میگه که این تنها کسیه. آخه دوست عزیز کاکو جون، اگه به انتظار ترامپ شارلاتان نشستی، برو فکری بکن که ول نشستی. اون موقع میگه اگه به انتظار شام همسایه بشینی، تا صبح از گشنگی نخواهی خوابید. برو آقا یه نون خشکی پیدا کن بزن تو آب بخور بخواب، منتظر شام همسایه نباش. این بله دارن بوی قرمه سبزی میاد، ولی اینا دارن حالا سبزیشو درست میکنن برای هفته دیگه که عروسیه. تازه اینجا نیست، آماده که شد میبرنش تو خونه نمیدونم عروس یا داماد. و این ملت ما هست. وحید سعیدی اونجوری، غلام ترشیزی اینجوری، من اینجوری، شما اونجوری، آقای چمنارا هم این وسط اونجوری. رد ادعای زن ستیزی فردوسی. آقا حالا گیرم که یکی ثابت کرد فردوسی زن ستیز بوده، آقا این زندش زن ستیز تو خیابون پنسیلوانیا نمیتونن کاریش بکنن.
این آقای کارگردان هالیوود، آقای هاروی نمیدونم واینستین، 35 تا زن تا حالا اومده که این زن ستیزی کرده، زن آزاری کرده، تجاوز کرده، موندن توش. شما الان میخوای رد، شما شدی وکیل آقای فردوسی، خب مبارک، ایشون رو تبرئه کرد. چه باید کرد؟ سر جای خودش مونده. بله، کردها و استقلال و خودمختاری و تجزیه، حالا هم کشت و کشتار. جالبه توی اون قسمت بارزانی و جدا شدن و انتخاب شدن و نمیدونم اینها، مستقل شدن و هر کی یه چیزی میگه، یکی میگه نه اینا خودمختار شدن، یکی میگه نه آقا اینا جدا شدن، کشور کردستان درست شده، عراق حمله کرده اونجا رو دوباره گرفته، دوتاشون به پول آمریکا دارن اینا همدیگر رو میکشن، دیگه از این بهتر شده چیزی؟ به پول آمریکا نه، بذارید اینجوری بگیم، دوتاشون نفتاشونو دادن اسلحه گرفتن، یا قول نفتاشونو دادن اسلحه گرفتن، این اسلحه هاو دارن استفاده میکنن همدیگر رو میکشن، فردا یه کردستانیه با جمعیت کمتر، حالا یه عراقیه اومده یا پیروز میشه یا هرچی، دوتاشون دوباره با اتکا کنن بدهی بدن نفت به کجا؟ به آمریکای کبیر، به امپراتوری بزرگ. اون وقت اون میشینه فوش میده به کردا توی فیسبوک، اون یکی میگه نه کردا از قدیم اینجوری بودن، آریایی بودن اولی، نه آقا تو سرت بخوره آریایی بودنشون، ماد بودنشون، نمیدونم هر کوفت زهر ما، امروز اینا دارن همدیگر رو میکشن. اینم از این ماجرا. بله، ماجرای ترامپ و آزار جنسی زنان، شاید زنها این مرتیکه دیوانه شالاتان رو، دروغگو رو بیارن به نمیدونی چقدر دروغ میگه، یعنی دیگه انقدر دروغ گفته که ما هم میگیم خب این که دروغ میگه، میدونی آقا بهش میگن آقا تو 13 روزه داری راجع به فوتبال گیر دادی به این فوتبالیستا که اصلا هیچ کاری به سرود ملی آمریکا نداره، هیچ کاری به پرچم نداره، اینا میگن چرا پلیس چپ و راست سیاها رو میکشن، ولی 4 تا سرباز توی نیجر، این ماجرای نیجریه و نیجر و اینا هم یه کوفت و زهرماریه، این کشورهای کوچولو و آشغال چیچی هستن که دیگه هی اسمم این تیکه میشه نیجر، اون یکی میشه نیجریه. 4 تا سرباز آمریکایی، سربازای آمریکایی کیا هستن دوستان؟ کسی که بیچاره میدونه نمیتونه بره دانشگاه، میره با حقوق ارتش، چون اینجا دیگه الان سربازی اجباری نیست، سربازی خریدنیه، بهش میگن اگه بیای اینقدر بهت پول میدیم که بتونی بری دانشگاه، میرن دانشگاه نمیدونم کادت تا چی اونجا میشن، بعد میان میرن از دهات، از شهرهای کوچیک، یکیشون میبینی قبل از این که بیاد بره تو ارتش از شهرش مسافرت نکرده بره یه شهر دیگه، حالا کشورهای دیگه هیچ، خیلی هاشون هم میرن عراق و افغانستان، وقتی برمیگردن اینجا دیوونه میشن. الان یکیش اومده با یک خانم جوانی ازدواج کرده، گفته من برای که بدهیم رو به اون کشور بدم میخوام مسلمون بشم، خودش مسلمون شده، خانمش هم مسلمون شده. با دوستم صحبت میکردم گفتم که این اون قسمت مسلمونی، اون قسمت اولش مدینه و دعوت به صلح و صفا و اینها رو دیده، اون قسمت دومش مکه و کشت کشتار و لشکرکشی و صدور اسلام و اینها رو ندیده، و بر همین اساس بعضیا میگن دو تا محمد داشتیم، محمد مدینه ای و محمد مکه ای. بعد میگن اون وقتا که مثل بردیا که برادرش کشتتش، اینایی که اسمشونو میذارن کمبوجیه و بردیا و فرزند کوروش، کمبوجیه بردیا رو میکشه که اون بشه پادشاه، فیسبوکی نبوده، عکسی نبوده، یه نفر دیگه میاد میگه آقا من بردیا هستم. حضرت محمد میگن وقتی از مکه قرار فرار کنه توی راه ترتیبشو میدن، اون یکی میگه آقا من محمد هستم، میرسه به کجا، اون یکی از مدینه میرسن به مکه، اون وقت میگه آقا اینجوری نمیشه که ما این همه سال 4.5 طرفدار پیدا کردیم، باید با شمشیر رفت، باید بگیم آقا برو بگیر، برو بزن مرده رو، بکش خونه چه آتیش بزن، زنه رو هم وردا برای خودت، از این چیزی که برمیداری نمیدونم اینقدر شما خمس بده،
غنیمت جنگی. اون وقت پیروز شد، اون وقت اسلام رفت همه دنیا رو گرفت. خب دوستان عزیز، و اما آقای نتانیاهو این سمبل آزادی که یهودیای اصلی چشم دیدنشو ندارن، فقط صهیونیستا هستن طرفدارشن. برید ویدیوها رو نگاه کنید، مقالات رو بخونید، ببینید تفاوت یهودیا با صهیونیستا چیه. یهودیه میگه آقا خدا به ما گفته که ما یه قومی هستیم، اینقدر خوبیم همیشه باید سرگردان باشیم، ما کشور نداریم. صهیونیسته میگه خدا به ما گفته شما کشور ندارید، همه دنیا مال شماست، همه دنیا رو بگیرید. به همین دلیل اسرائیل تا امروز مرزهاش رو شما نمیبینید. برید بکتون پیدا کنید مرز اسرائیل کجاست. همه مرزا بازه. حالا ببینیم امشب سوریه رو فشار بدیم، امشب لبنان رو فشار بدیم، امشب نمیدونم فلسطین رو از بین ببریم، مرز رو اینجوری کنیم. مثل شما یه خونه بخری، همسایت بیاد بگه آقا این میخای تو آمریکا میدونید باورتون میشه 4 تا میخ میزنن، میخای انقدی میخ طویله میزنن توی حیات، این میشه چیز شما به اصطلاح حیات شما، محدوده شما. مثل این میمونه که من این میخا رو در بیارم، این همسایه این بریم هر روزی هی میگه سوربی چی شد اینا، میگم آقا حالا من دارم فکر میکنم که کجاست، هی شب که اون میخوابه ببرم بزنم اون ورتر، برم بزنم اون ورتر. این اسرائیل. حالا آقای اسرائیل نتانیاهو با آقای محمد ظریف، محمد جواد ظریف نصیحت کرده توییتر تو ببند. این قسمتشو درست میگه آقای ظریف. شما پوفیوزا که به مردم میگید توییتر غیر قانونیه، چرا خودتون یکی یکی دارید؟ این قسمتشو درست میگه، ولی اون قسمتشو که فضولی میکنه تو کار یک کشور دیگه، احمق تو بیا به این آقای ترامپ بگو توییتر تو ببند، که همه آمریکا رو گند زده به خاطر این توییتراش. دوستان دو تا خبر خوب بهتون بدم. یادتونه چند روز پیش گفت که دیگه بستیم این اوباماکر، که ما هی گفتیم بابا اصلا این اوباماکر نبوده، این افوردبل هلت کیر هست، یعنی بیمه‌های درمانی که هر کسی میتونه بخره. اونی که پول داره باید پول بده، اونی که نمیخره باید جریمه بده که من نمیخرم. اون پولی که میده جریمه میاد کمک اون یکی میکنه، یا دولت سابسیدایز یا یارانه میده به منی که مثلا کم دارم بخرم، بهش میگن افوردبل. چون در زمان اوباما شده و به همت و به تلاش این شده اوباما کر. این مرده که یه عقده‌ای چون چند سال هی به دروغ میگه این اوباما که اینجا دنیا نیومده، نمیدونم این اینجوری این اینجوری، و من وقتی بیام چنین میکنم چنان میکنم. روز اول الان 273 یا 4 روز گذشته، تازه دیروز گفتن همین اوباما کر یا افوردبل کر برای 1 سال یا 2 سال دیگه باید بمونه تا ما بتونیم دست پامون رو جمع کنیم. من فکر میکنم تا قبل از اون این آقای ترامپ از وایت هاوس به بیگ هاوس میره. تو آمریکا به زندان میگن بیگ هاوس، چون واقعا هم خونه بزرگی هست. خب قرار شده بعد از ساعت اول من نوشته های شما روی فیسبوک بخونم و شما هم اجازه بدید به این صورت باش. و اما ما این دوستمون که در رابطه با عقل بشر صحبت میکنه، ما رو انداخته توی راهی. روزایی هم که یکم وقت پیدا میکنیم، حالا یا تو مترو هستیم یا نشستیم منتظر یه دری باز بشه بریم تو کلیسا، دری باز بشه بریم توی مجلس بالروم برای عروسی، نمیدونم نامزدی چیزی فیلم برداری کنیم، میشینیم فیلم نگاه میکنیم، این فیلمای یوتیوب. و دیروز یه فیلمی نگاه کردم، باورتون میشه؟ میگه اگه شما رو 3 روز بندازن توی اتاقی که همش سفید باشه، پنجره نداشته باشه، شما 72 ساعت که بگذره حالت دیوونه ها رو پیدا میکنی. اینی که اینا رو میخوان اذیت و آزار کنن، میندازن توی سلول های انفرادی، البته طبق قانون نمیتونن، باید 24 ساعتی 1 ساعت بیاد بیرون، طرف را بره و الاخر. دلیلش اینه که اون طرف رو بشکنن. و یه نفر آزمایش کرده، میگه تنهایی، بعد میگه حالا ما به یک مرحله خطرناکی رسیدیم که میتونیم حتی بین آدمها تنها باشیم. یادتونه یه شعری بود، هرگز حضور حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است،
حالا میشه من در میان جمع خودم جای دیگرم. یعنی شما توی جمع هستید ولی باز تنهایی، که میگه این تنهایی دیوونه کننده است، ممکنه بیاد سراغتون. نصیحت میکنم مخصوصا به اونایی که از من یکم مسن‌ترن، طلاق گرفتن، زنشون فوت شده، شوهرشون فوت شده، بچه ها رفتن از خونه بیرون، سعی کنید برید جاهایی که حتی اگه مخالفشون هستید، کلیسا، مسجد، کنسا، باشگاه هایی که شب چیز بازی میکنن، دبل نامی گفتیم توی فایر دیپارتمان، اینجا بعض وقتا میذاره کارت میخری یه دلار میشینی، بعد این پولت هم میره برای اینها نمیدونم لباس و این چیزا بخرن. بهترینه اگه میخواین وقت تلف کنین. قمار بازی هم نیست، وسیله میذارن، خوراک میذارن، شما خودتون خوراک میبرین، چیپس و نوشابه و اینها، بعد میشینید دو سه کلمه انگلیسی با این اون صحبت میکنید، بعدم این ورقه ها رو که میخرید، حاصل اینها هم برنده میشه. مثلا اگر 200 دلار جمع میکنن، 50 دلارشو جایزه میدن که دفعه دیگه هم این 200 نفر بیان، 150 نفرش میره به کمک این فایر دیپارتمنت، آتش نشانی محلتون، این کار رو انجام بدید. خب میگه که به جاری ها اضافه نکنید. ما از کجا بیاریم؟ من اصلا نمیدونستم این کلمه جاری ها منظورشون چیه تو ایران. مثل که خرج های روزانه و هزینه های دولتی و اینها رو بهشون میگن جاری. اولا من نمیدونم چرا این آقا اینجوری صحبت میکنه، ولی با هم گوش کنیم. ایران مانی، به جاری ها اضافه نکنید. ما از کجا بیاریم؟ همین الانم بدهکاریم. خب اینم میشه باز همون آقا شما که بدهکاری، تو همین بگو آقا خرج لبنان نکنید، خرج فلسطین نکنید، اسلحه به سوریه ندید، اسلحه به حزب الله ندید. مرد ناحسابی تو که میگه از کجا بیاریم، چجور من که تو آمریکا نشستم جوابش میدونم، ولی تو احمقی که دست اندر کاری هستی، وزیری، معاون وزیری، یه کوفت زهرماری هستی، چجوری جوابش رو نمیدونی؟ ببینیم این رو با هم. به جاری ها اضافه نکنید. چشم. به جاری ها اضافه نکنید. شما را به حضرت عباس بودجه جاری را زیاد نکنید. اون بغل دستیش هم داره یک لبخند ملیحی میزنه که نگو و نپرس. بذار ببینیم. سلیکت ایریا. عجب خدایا. مردیم از دست این. بذارم میتونم این فیلمه رو بیارم توی ستون اینجا. اینجا بله آمد پلیر 6. ببینید این آهاج آقا رو، همه هم ریش دارن، انگشتر دارن. دیدم که جدیدن یه نفر به عنوان اعتراض، خواستم میگم انگشت خودشو بریده، ریش خودش رو زده. بذارید من صدای این رو هم براتون باز کنم. بله 100%. بریم با هم ببینیم. به جاری ها اضافه نکنید. شماها به ما میگویید که آقا چرا عمرانی رو انجام نمیدید. میدونید چرا انجام نمیدیم؟ 15,152 میلیارد تومان. 15,000 میلیارد. به من میگویید که باید پول نقد ماهای اول سال به کشاورزان زحمتکش بدید، که ما دست کشاورزا رو میبوسیم، واقعا هم باید در اختیارشون قرار بدیم. منتها از کجا من بیارم؟ نداریم که بدیم. همین رقمی هم که الان هست، بخشی از اینها رو ما از تسهیلات بانکی استفاده کردیم، سودش هم داریم میدیم که بتونیم پول گندمکار رو بدیم، برای اینکه جاری هامون زیاده. شما رو به حضرت عباس جاریمون زیاد نکنید، ما نمیتونیم بدیم. بله ایشون دیگه از دادن خسته شده، نمیتونه بده، ولی اون بغل دستیش داره میخنده و اینها تو دولت ایران میگذره. به جاری ها اضافه نکنید. از کجا بیاریم؟ ویدیوی ایران مانی. و اما این ترامپ احمق وقتی میاد میگه عربیان گولف، یعنی خلیج عربی، خودش رو چیکار میکنه؟ به اصطلاح مسخره میکنه و اجازه میده که حتی دولت یا تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم ازش استفاده کنه. Father, your word says.
نه این نیست. اونی که من میگم ترامپ پرژن گلف، این یکی ترامپ پرینگ گذاشته بودم براتون، ببخشید. این تلویزیون ایرانی رو دوستان با هم ببینین. این آقا خیلی معروفه، دیدم یه دفعه با یه پلیسی، با رئیس پلیس میگه آقا منو گرفتن، بعد که فهمیدن من مجری تلویزیون هستم و معروفم، آقا حسنی کیه، گفتن بفرما برو، و میگفت که چرا به من میگن بفرما برو، چرا به دیگران آزار اذیت میکنن، گویا خیلی معروفه، نمیدونه. بشنوید. خلیج فارس، خلیج فارس ماند، اینجا میبینم خیلی عادی پیام ها هم نشه به ترامپ بفرمایید اون روزی که هنوز قاره آمریکا کش نشده بود اینجا خلیج فارس بود. 110 میلیارد دلار سعودی باعث میشه که یک رئیس جمهور در مقابل نگاه میلیاردها نفر تحریف عظیم تاریخی انجام بده. بعد که فهمیدن چه خبره، تارنمای کاخ سفید که متن سخنرانی ترامپ رو منتشر کرد اونجا نوشت خلیج. نه آقا، این قسمت شما اشتباه میکنید. 2 ساعت قبل از این که اون بیاد توی ویدیو اینو بگه، کاخ سفید اون نوشته رو گذاشته بود توی اونم، بله گفته بود پرژن گلف. چیزی که هست این به خاطر نه اون 110 میلیاردی که اسلحه فروخته، به خاطر پولایی که به خودش، به زنش، به دخترش دادن، مجبور شد که اون تحریف تاریخ رو انجام بده. خلیج فارس دید که خیلی اوضاع خیت شده، اونجا خلیج فارس منتشر کرد، ولی خود دونالد ترامپ که رسما گفت خلیج عربی. بعد اینطوری هم نیست که توپق و اینا باشه ها، چون متن سخنرانی از پیش آماده میشه، از قبل در متن سخنرانی نوشته شده بوده خلیج عربی. این عکس مدالیه که به کهنه سربازهای امریکا میدن، روش نوشته Persian Gulf Veterans National Medal، یعنی سربازهایی که، یعنی کهنه سربازهای، مدال ملی کهنه سربازهای خلیج فارس. ما از تماشای آرامگاه هیچ کسی حس خوبی بهمون دست نمیده، غمگین هم هستیم بر اون سربازی که در اون آرامگاه خوابیده. اما متنشو ببینین، اونجایی که خط قرمز زیرش کشیده شده The Persian Gulf War، جنگ خلیج فارس. ایشون ملک عبدالعزیز هست، بنیانگذار سلسله سعودی در عربستان. درست هست، بنیانگذار آل سعود در عربستان، ملک عبدالعزیز. چرا این آوردم عکسشو؟ کنارش دستخط ملک عبدالعزیز هست. بریم ببینیم تو دستخط ملک عبدالعزیز چی نوشته. زومش کردیم اون یکی کرد. الخلیج الفارسی 1248 قمری، 2 رجب 1248 قمری، ملک عبدالعزیز در دست نوشتهش نوشته الخلیج الفارسی. و این صحنه که آقای ترامپ دیگه هر کاری بلد بود اونجا کرد، با شمشیر رقصی دولا شد. بعد رسانه‌های امریکایی برای این عکس یه تیتری زدن، برید در گوگل جستجو بکنید، زدن تعظیم دونالد ترامپ به پادشاه عربستان. پول ببین چه کارایی، 110 میلیارد دلار پول گرفته، با ملقم میزد زد دیگه، ملقش دیروز زد، اینجا تعظیم کرد دیروز ملق زد. و اینجا بعضی گفتن که ملک سلمان داره در گوش ترامپ میگه که عزیزم از این به بعد همه هزینه ها برای تو میشه. بله. خب حالا چه اتفاقی میفته تو آمریکا؟ اونی که اصلا بی سواد اینجا از صبح تا عصر داره کانتری میوزیک گوش میکنه و موزیکای مختلف، و عصر هم یه دوتا آبجو میخوره و یا نمیدونم حشیش میکشه و اصلا این خیالش نیست. 4 تاشون هم که اخبار میخوان نگاه کنن، اخبار آمریکا، شما فکر کنید چی بهتون نشون میده؟ یه چیز اینجوری محدود بسته، الا اینکه شما سرتو بچرخونی 4 جای دیگه این ور اون ور خبرها رو ببینی و نگاه کنی. و اما این رایان دوست ما نوشته که آقا شما که از ویندوز 10 دل خوشی نداری و هنوز هم ازش استفاده نمی کنی، خبر خوب این که آخرین به اصطلاح
بروز شده و خیلی فست شده و شما وقتی خاموشه، وقتی روشن میکنید، دیدید کامپیوترها رو وقتی خاموش میکنه یه نیم ساعتی میخواد آپدیت کنه، هی دور میزنه، اینو چک میکنه، اون میگه تقریبا شده مثل تلویزیون به اون زودی روشن میشه. گفتم آقا بنده اینجا کامپیوترهایی که کار میکنم اینا 24/7 روشنه، ما هیچ وقت اون مشکل رو نداریم که ما منتظر کامپیوتر بشیم تا گرم بشه. یادتون رادیو قدیمی یه چراغی بود، این چراغ با سبز پر میشد و اینا. بعد از اون گذشته وقتی شما سنت برسه مثل من بالای 50 باشی، وقتی میای اینجا کامپیوتر تو روشن میکنی، تو این فاصله حتما باید بری یه دستشویی و برگردی. شما بری دستشویی و برگردی، کامپیوتر زودتر از شما کارش تموم شده. اصلا نگران اون نباش. ترامپ مسخره دست آخونها شده. بله، ما از دوشنبه 3-4 تا ویدیو پخش کردیم، یکی از فرهاد، یکی از فریدون فروغی، یکی از داریوش، و شما دوستان گله کردید که آقا درسته که اینها متنوع و خوبن، ولی چون مثلا یک ساعت و نیم فقط از داریوش پخش میکنه به نظر طولانی میاد، ای کاش مثلا یک ساعت و نیم میکس بود، آهنگای مختلف، یکی گلپا بود، یکی داریوش بود، یکی این بود. ببینید دوستان، اینا رو من انتخاب نکردم، اینا رو آقای خسرو بهرامی که اتفاقا امروز هم پیام گذاشته دو تا براتون پخش میکنم، اینا رو ایشون میفرسه، یه لطف میکنه، هزینه ای هم برای حمایت میفرسه که ازش ممنونی، ولی خب گفته شما رو چون شماره تلفنی نیست، ایمیلی نیست، من دارم از این طریق میگم، امیدوارم ایشون رعایت کنه. زمنان دیروز دیدم یه دفعه مثلا ساعت 1:30 تق 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 تق، مثلا این آخر آتش بازی میگیم، چی میگیم، دیدید همه رو دیگه، حالا هر چی مونده میخواد بسوزونه که سوار کامیونش نکنه بره خطرناک باشه. آقای خسرو بهرامی یکی پس از دیگری انگار مسلسل برای من یوتیوب لینک فرستاد. براش نوشتم آقا جون سلو داون، من تازه ویدیوهای شما رو ترتمیز کردم، نگه داشتم، تو سیستم گذاشتم، مخصوصا با این روشی که شما ارسال میکنی یه مقدار کار ما زیادتر میشه. من باید بیام از روی عکسی که شما فرستادی فارسی بنویسم، این فارسی رو برم بزنم توی گوگل یا توی یوتیوب، بعد با همون یه متن مثلا می‌نویسیم بهترین های فرهاد، 30 تا ویدیو میاد که نوشته بهترین های فرهاد. حالا من هی باید نگاه کنم ببینم کدومش زمانش، طول ویدیو، عکسش، اون که دور گذاشته با مال شما یکی. شما اون روز چون به من گفتید آقای سوربی چه کار کنیم که برنامه ها هم بهتر بشه، باید روز به روز یه چیز جدید یاد بگیرید. شما میگید کامپیوترتون الان خراب شده تو اون منطقه و اینا، با تلفن خیلی چیز راحتیه، ولی یادتون باشه تنبلتون میکنه. شما میگی با تلفن یوتیوب نگاه میکنی، ببین وقتی با تلفن یوتیوب نگاه میکنی و این مورد پسندته، دستتو انگشتتو تب یعنی لمس کن اینجوری، یه صفحه میاد رو این، جلو دیدن شما رو نمیگیره، وقتی این میاد روش یه علامتی زده مثل فلش پیکان، میگه ارسالش کن. به جای این که کپی کنی عکس بگیری اینها، اینا که میزنی میپرسه میخوای با ایمیل بفرسی، میخوای با مسیج بفرسی. الان شما چون با تلفن کار میکنی مسیج بهترینه، بگو مسیج احتمالا سبزه. بعد میگه برای کی میخوای بفرسی، یا مردم تیوی بنویس یا شماره ما رو 202-695-2573 بزنی، قیش لینک میاد و لینکی که میاد اینجا، من روی اون لینک کلیک میکنم، خودش هایپر شده، آماده شده، منو میبره قشنگ همون آدرس. یعنی به جای اینکه یه نفر به من گفته باشه برو کرمان کوره حاج محمد، وقتی میرسم اونجا بگم آقا کوره حاج محمد، میگه اینجا ما آقا همه اسمشون حاج محمده، شما قشنگ به من میگی اون حاج محمدی که وقتی رسیدی اونجا از این خارها برد میکنه، بیچاره آب میریزه روش که مثل کولر بهت باد بزنه. چه روزگاری. خب و اما ساعت اول 60 دقیقه من با شما دوستان، 60 دقیقه با سوربی تموم شد. حالا چون مهمون نداریم، اجازه بدید بریم به سراغ مهمونایی که روی فیسبوک با ما هستن و ضمن تشکر از اونها چیزایی رو هم که نوشتن با هم بخونیم، اگه احتیاج به پاسخ یا جواب داره جواب بدیم،
اگر نه فقط به عنوان اینکه نظرشون رو با شما دوستانی هم که احتمالاً با فیسبوک سر و کار ندارید هنوز به اصطلاح در میون بذارید. یکی از اونا خانم لیلا بیگلو هستن، از ایشون بسیار ممنونم. هر وقت که وقت داشته باشن میان برنامه ما رو میبینن و لطف میکنن، نوشتن که وقت خوش آقای سوربی، مرسی از برنامه های خوب شما، منم از شما ممنون و متشکرم، دیدم که شما آرایشگاه دارید، ای کاش ما اونجا بودیم اقلا مجانی میمدیم موامونو میزدیم، حالا که اینجوری نیست حمایت کنید، پول چند تا آرایش رو بفرستید بیا. امروز دیدم آگهی هرکاتری میگفت که برای اونایی که اولین بار میان هرکاتری به جای 18 دلار و تیپ و اینا بدی بشه نمیدونم 30 دلار 25 دلار 12.99 یعنی 13 دلار و چون روی هرکاتری اینا تکس نمیگیرن، چون کار هست تکس نمیگیرن، خب حالا بعضیا 2 دلار تیپ میدن، بعضیا 5 دلار تیپ میدن و همت عالیه. در صورت گفتم حالا که ما موامون کوتاه کردیم اینایی که سلمونی دارن تبلیغ میکنن، ولی خب موی کوتاه هم باید برم مرتب کنم این دورشو و دیدم که چقدر خالی شده. از دست شما هست، از دست این غلام ترشیزی. غلام ترشیزی میخواد به من ثابت کنه که رجوی زنده است. میگه مگر میشه یک موومنتی رو یا آدم مرده، میگم کدام موومنت؟ شما این مجاهدین رو بهش میگید موومنت، بهش میگید جنبش؟ بعدم بله میشه، داستان السید شما یادت رفته؟ مرده بود، بستنش روی اسب همینجوری تو میدون میگشت. حالا شما یه درجه رفتید بالاتر، اون آقا مرده قایم شده نمیدونم چی شده، خانم رجوی رو انداختید جلوه، شما میرید هورا میکنید، بعدم به همدیگه دروغ میگید. آقای ترشیزی لطف کن یه زنگ بزن، پیغام بزن، بگو من غلام ترشیزی امروز اعلام میکنم که رجوی زنده است، تاریخش هم معلومه 18 اکتبر. ما این پیامو نگه میداریم. یادتونه یه دکتری اونجا بود یه دفعه به عزیزان زنگ زده بود گفته بود ایشون وکیل باطبیه، من زنگ زدم رو برنامه، الان یادم نیست آقای ناظمی بود کی بود، بعد آقای برغی آمد پادرمیانی کرد و گفت آقای سوربی ببخشش این اشتباه کرده. ما اینا رو داریم، اینا رو دیجیتال همه چیز نگه داشته میشه. گفتم آقا شما که کارت فیزیک فنی هستی، توی شرکت خوب آمریکایی کار میکنی، دارن دنبال صدای داوود میگردن، شما توی این زمان میخوان به مردم دروغ بگید؟ توی این زمان 14,000 نفر میگی 10-12 تا، آقا یه نفر و اون یه نفرم شما هستی، پس چرا اینقدر نگرانید که کانون آباد تلویزیون مردم برنامه داره؟ چرا اینقدر فوش میدید؟ دیروز برای آقای دادرس نوشتم، نگاه که آقای دادرس از قول فرامرز دادرس نوشتن که سوربی و جهانگیر شادانلو جاسوس جمهوری اسلامیه. حالا شما غلام ترشیزی اینو من برات میفرستم، اگه وجدان داری باید بگی سوربی برای 600 دلار در ماه میاد جاسوسی میکنه. کلمه جاسوسی یعنی چی؟ یعنی من میام خودم رو به شکل شما در میارم، به شما میگم من مجاهدم، میام توی جلسات محرمانتون شرکت میکنم، از جلسات محرمانتون وقتی تصمیم گرفتید برید فلان آیت الله رو بکشین، وقتی تصمیم گرفتید تو حضرت امام رضا نمیدونم بمب بزنید، میرم این خبر رو به اونها میدم، این میشه جاسوسی. خب ببخشیدا احمقا، من که خودم رو به صورت شما در نیاوردم، من که داخل شما رخنه نکردم، شما حواستون به اونایی باشه که با خودتون هستن، اونم شمایی که هر کسی ازتون جدا میشه میگید این 30 سال مزدور بوده، یعنی شما کارتون خرابه که اینا میتونن اینجوری رخنه کنن توی سازمان. این جاسوس کجای دنیا دیدید جاسوس بیاد با اسم خودش، با قیافه خودش، با شکل خودش، با صدای خودش، با لهجه شیرازی بشینه تو تلویزیون بعد چیو جاسوسی کنی؟ بگین که سازمان مجاهدین با 20 تا اسم مختلف تبلیغ میکنه، 20 میلیون دلار نمیدونم هر کوفت و زهرماری خرج میکنه، 200 نفر رو نمیتونه جمع کنه ببره نیویورک، اینه که خودشون نیویورکن، آقایون جمهوری اسلامی دارن میبینن. اون وقت فرامرز دادرس میگه اینا مجاهدای احمقن. میگم آقا اسمش رو گذاشته هواداران پهلوی،
میگه خب همین احمقا هستن گذاشته هواداران پهلوی که تو با هواداران پهلوی هم مخالف باشی. آقا من برای تو اینا رو میفرستم آقا یه چیز، چرا اگه ما 10 تا بیننده داریم اینا زور به فلان جاشون میاد و شما که میلیون ها طرفدار دارید نشستید اینجا و نمیرید، چرا نمیرید ایران؟ دروغ میگید. بازم بهتون میگم آقای فیلابی شما دروغ میگید، آقای ترشیزی شما دروغ میگید، آقای دیگرانی که نمیخوام اسمتون رو ببرم شما دروغ میگید. اگر هوادار داشتید، اگر سازمان داشتید، اگر اعتقاد داشتید، اگر باور داشتید میرفتید ایران. نه یه بدبخت خدا زده‌ای بلند میشه زن و بچه و نوه رو ول میکنه میره، بعدم میگه خواهرش داره بهش پول میده. جالب اینجاست باز همین فامیل ما دوست ما میگه قهرمان ملی. میگم آقا این کدوم قهرمان ملیه که از ترکیه داره میره سوریه؟ آقا ملت سوریه دارن از سوریه فرار میکنن میرن ترکیه و عراق و مراق اینا، این بیچاره از سوئد بلند شده رفته سوریه. اگر جون سالم به در ببره از سوریه برسه به مرزهای ایران، تا رسید یه نفر به من نوشته آقای سوربی شما آدم صادقی هستی، به این بدبخت بگو اگر رفتی ایران با این سید دیوانه که این کارا رو میکنه، میگن تا هم با این همکاری چوب تو آسینت میکنن. مؤدب بود نمیخواست بگه چوب کجات میکنن، چوب تو آسینت میکنن. اون وقت دوست ما نشسته میگه آفرین قهرمان ملی. آقا شما دوتا پسرتو میفرسی با این قهرمان ملی؟ شما خودت میری با این قهرمان ملی؟ ما قبول داریم که پسراتون بزرگن اجازه شما نده، ولی با یه دوست دیروز صحبت میکردم گفتم شما بچه هاتو میفرسی؟ گفت وقت خانمم فلان میکنه. منظور از فلان که میدونید یعنی چی. خب بچه هات اجازه نداری، خودتون میرین؟ خب بیان برین دیگه، بلندشون بیان جلو مرز جلوش. اون که میگه من بهتون نمیگم از کدوم بار میام، خب میخوای چیکار کن؟ فردا بیای مثل آقای کیه روزبه فراهانی الان رستوران داره توی کالیفرنیا، بلند شد 1388 رفت ایران و تلفن گرفت نمیدونم از آمریکایی‌ها تلفن ماهواره‌ای اینها، یه نفرم به کشتن داد، حالا برگشته اینجا. بزرگترین فعالیتشون اینه هفته یه بار واین تیستینگ، یعنی شراب مزه کنین، شراب امتحان کنین. این شراب وقتی می نوشید اینجوری کنید لیوانتون رو نگاه کنید ببینید چقدر ضخامت داره، بعد اینجوری بو کنید. ما ایرانی ها که همون دماغمون بزرگ به دو دلیل، هم عقلمون بزرگه هم دروغگو هستیم، دماغتون رو تا اونجایی که میشه بکنید توش با 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 با. این جنبش اینها، وقت من جاسوسم. الو الو آقا آیت الله من سوربی هستم. ببین عزیزم، ببین برای ما، برای این ما بهت گزارش بدم 10-15 نفر آدم بیکار باز نشسته که حقوق دولت میگیرن، همشون هم دزدی میکنن، دروغ میگن، جمع میشن توی رستوران آقای روزبه فراهانی پور آزمایش شراب. خب دیگه دنباله عملیات با شما، ماموراتونو بفرستید اونجا شیشه های خالی رو ببرن بفروشن. این جامعه ماست، اون وحید سعیدی ما. چند سال من به این مرد اطمینان کرده بودم، گفتم خب باش خوبه دیدتون، گفتم به این جوونا آدم اطمینان میکنه. میگه ما که پیر شدیم رفت، امید آینده است. حالا ایشون هم همسنای ما یکم جوونتره. بعد میبینی بله آمریکایی‌ها در جنگ داخلی شمال جنوبی ها به جان هم افتادن به بهانه آزادی سیاهان در آمریکا. حالا پس از سالها پلیس همچنان سیاهان بیگناه را میکشد، اما تعداد میلیاردرها در آمریکا چندین برابر ثروتمندان جنوبی در آمریکا هستند. بله داشتن فاتحه ترامپ رو میخوندن، چه قشنگ. نه که دست گذاشت بودن اینجاش، نه که اینایی هم که میمیرن دیدید میره رو سر قبرش دست میذاره، که مثلا اگه دست نذاره این فاتحه که میخونه میره تو قبر بغلی. بعضیا که سنگ میزنن انگار که اون طرف حالا پایین خوابیده، در واز کن اومدم. بعضیا من یادم پنجره و خط و اینا میکشیدن، پرسیدم چرا؟ میگه این مثل پنجره است، اون از تو ما رو میبینه. خب دو سه تا چی گفتم، این ماجرای سر بلند بودن رو چون در رابطه با آقای غلام ترشیزی بود برای ایشون نوشتم، و چون ازش سوال کردم حالا به شما همین سوال مطرح میکنم.
ما گفتیم مادر بزرگی داشتیم بنده خدا یادمه، مثلا اون موقعی شلوار پاچگوشاد مرد بود، این میگفت که هر کسی هر غلطی میکنه هر گوهی میخوره که شما هم نباید بخورین، شاید اون راست راست رفت افتاد تو چاه خلا. اینجوری دیگه شیرازی اصیل، شما میخوای دنبالش بری؟ ما میخندیدیم. بعد بعض وقتا میگفت اینقدر افاده نداشته باشین، ما میگفتیم افاده یعنی چی؟ میگفت هنوز دوتا چی بلد نیستین، دست میزنین به کمرتون، به ماها که یه عمر تجربه داریم فخر میفروشین. و این دست به کمر زدن یادتون باشه تو خیابون یه دفعه دارین تو کوچه یه وقت دارید را میرید میفتید تو چاه خلو چاه مستره. میدونید اونایی که حالا یادشون نیست توی شیراز مثل تهران نبود این شرکت ها بیان با پمپ آب بکشن برن اینا، هر خونه ای میکندن جلوش اونجا کوچه یه چیز سیمانی بود، بعد سه ماهی شش ماهی بستگی به تعداد خونه ها عمق چاه باید میومدن این چاه مسترا رو خالی میکردن. بعضی وقتا این تا درشکه نتا اون گاریه میخواست بره و بیاد، این مردم با اون دستش میخواست سیگار بکشه، سر این چاه باز بود، بچه هم داشتن بازی میکردن. ملتی زمان شاه از سا چاه های توالت یادتونه، وقتی هم یه جایی داشتن خالی میکردن تا سه تا کوچه بعدش اصلا بوی هر چیزی که اینا خورده بودن یه ماه گذشته اعصاب رو داغون میکرد. بعضی بچه ها میافتادن توی این چاه برای که حواسشون نبود. مادر بزرگ ما میگو اینا کسایی هن که دستشون به کمرشونن و میافتن تو چاه بازم دستشون از کمرشون ور نمیدارن که بیان بیرون. من میخندیدم میگفتم نه اگه دستش به کمرش باشه که تو چاه نمیافته، همین دستش گیر میکنه نگهش میداره. عصبانی میشد دمپایی پرت میکرد برام. خدا بیامرزتش، هیچ وقت یادم نمیده یه خودکاری یه خودنویسی برای من خریده بود، چقدر من این خودنویس رو دوست داشتم. بله، شکایت بینندگان از طولانی بودن آهنگای داریوش اینا. آها، بعد این ماجرا من با آقای غلام ترشیزی گفتم حالا هی که میگذره ما به فرف مادر بزرگمون و نصیحت ها میرسیم. شما به ایشون گفتم دو نفر رو به من نشون بده توی تاریخ اخیر، تاریخ معاصر، که دست به کمرشون گذاشتن تو چاه هم افتادن دستشون رو بر نداشتن تا اومد اینجا اون فضولات و خفه شدن و رفتن. ایشون هنوز ننوشت. بهش گفتم اگه ننوشتی من برات مینویسم و حتی اسم سه نفر رو مینویسم. اولی شاه بود، دست گذاشت اینجاش، گفت ما دیگه به چشم آبی ها باج نمیدیم، چنان انداختنش تو چاه خلا که رفت بیچاره از اون پیداش نشد. دومیش آقای خمینی بود، هی گفتن آقا داریم جنگو میبازیم، الان که تموم شده بیا چیز کنیم، گفت نه. و اطرافیانش هم آقای رفسنجانی و دیگران، یه مشکی آدم های خائن به ایران و ایرانی، یه میلیون کشته، حالا یا 1 میلیون از ایران یا 1 میلیون از دو طرف ایران و عراق، اینا هر یه جوونیش جوون یه خانواده بوده. این دومین نفرش. سومین نفرش آقای غلام ترشیزی کی بوده؟ آقای مسعود رجوی غائب، که ایشون میره شکست میخوره دست از کمرش ور نمیداره. تو فیلماش نگاه کنید، یه هفتیری بسته اینجاش، یه فانوسغم بسته، هی را میره قدم میزنه. من نمیدونم ایشون تو کدوم پادگان رفته آموزش نظامی دیده، کسی که 19 سالگی به سازمان مجاهدین پیوسته بلافاصله هم رفته زندان، لباس ارتشی پوشیده با فانوسی با اون شکمش، این جوون اون موقع شکمش از حالای من بدتر انداخته، سیگارم از این سیگار به اون سیگار. سه نفر بودن آقای ترشیزی، شاه، خمینی، رجوی، که با وجودی که دیدن تو کوچه اینایی که اومدن مسترا پاک کنن، در چاه رو باز گذاشتن و اینا رفتن تا افتادن توی اون چاه. حالا میخواد بدتون بیاد فوش بدید، میخواد خوشتون بیاد، میخواد حقیقت رو قبول کنید. اینم از ماجرا. نتانیاهو رو گفتم که ای کاش نتانیاهو به ترامپ هم همین نصیحت رو میکرد. فوربس لیست 400 تاییشو گفتم، روی اینترنت هم هست. و اما بریم سراغ چی؟ بذارید من اینو یه ریفرش کنم که اگه کسی دیگه هم چیزی نوشته پیدا بشه و الی آخر. آها، خیلی ممنون، این دوستمون سید یوسفی نوشته درود بر صداقت
کمیت مهم نیست، کیفیت افراد و آگاهیشان مهم است. قربان وقتی میگی کمیت یعنی اندازه، ماشاءالله بنده از لحاظ اندازه هم همچین کم کمیت نیستم، رو هر اسکیلی که میرم، رو هر ترازویی که میرم، ترازو فکر میکنه دو نفر هستیم. دیدید اینا الکترونیکی جدیدن، میگی یک نفر باید بیاد رو ترازو، نه دو نفر. من نمیدونم منظور شما از کمیت چیه و مهمم نیست برام، ولی همین که فکر میکنید کیفیت برنامه خوبه از شما ممنونم، همین که فکر میکنید من آدم صادقی هستم از شما ممنونم. لطف کنید اگر میتونید، بودجتون بهتون اجازه میده، تلویزیون مردم رو حمایت کنید تا این سکوی بستر یا این بلنگو رو برای دیگران هم باز بذاریم، افرادی مثل آقای شاهین‌پر و دیگران بتونن بیان اینجا صحبت کنن. اسم آقای شاهین‌پر اومد، اجازه بدید بریم سراغ پیام بیننده‌ای که از کالیفرنیا اتفاقا پیام گذاشته در رابطه با آقای شاهین‌پور و ببینیم ایشون چی میگه. این شما و این هم دوست فکر کنم خوزستانی باشه. هم سلام هم درود برای که دعوا نشه. خب آره، من خواستم بگم که مو برنامه امشب شما رو گوش کردم. این آقای ناصر شاهین‌پر خیلی جالب بود، خیلی خیلی خوشم اومد، هم رو راست هم قیافش دیدیم، هم صحبتاش کرد، قشنگ فهمیدیم که آدم با سواد، فهمیده، متین، موقت و کلی هم ازش چیز یاد گرفتیم، کلی هم خندیدیم و خیلی هم برنامه جالبی بود. احتمالاً ادامه پیدا میکنه و خیلی همه ما استفاده میبریم و واقعا معنی آزادی، دموکراسی اینا رو از ایشون یاد بگیریم بد نیست. اما این آقایی که به نام عقل بشر حالا چندین بار داره میاد صحبت میکنه، نه اسمش میدونیم، از خلیج فارس. خلیج فارس بگر یک کشوره، کویت هست، دبی هست، قطر هست، ابوظبی هست، هم عربستان هست، نمیدونم کلی از این کشور هست، خود آبادان هست، خرمشهر هست، اروند و اینا همه چسبیده به خلیج فارس دیگه. خب حالا که چی؟ از آدمی از خلیج فارس اینقدر ترسو و بزدل ما ندیده بودم تو عمرم. آخه یعنی چه؟ اسم دیگه نمیگی، فامیل دیگه نمیگی، اقلا بگو مال کدوم شهری اطراف خلیج فارس هستی گور به گوش شده، بالاخره کدومش؟ خب این دوستم یه لهجه عربی هم خودش داره. خیلی ممنونم. اولا خیلی خوشحالم که وقتی به این تلویزیون زنگ میزنی مجبور نیستی لهجت رو عوض کنی، نمیدونم تیتیش مامانی حرف بزنی، فکر کنی فقط تهرونی ها باید اینجوری صحبت کنن و فلان. اینا همون جوری که تو خونت صحبت میکنی با ما هم صحبت میکن، از این بابت ممنون. اون قسمتی که شما گفتی برنامه های آقای ناصر شاهین‌پر رو دوست داری و امیدواری ادامه پیدا کنه، من هم امیدوارم ادامه پیدا کنه به شرطی که شما حمایت کنید، ولی من نمیتونم هر روز بشینم اینجا از آقای شاهین‌پر دعوت کنم بیاد صحبت کنه و هیچ خبری هم نباشه. اتفاقا سوال من هم همین بود که آقای شاهین‌پر، خب حالا ما از مردم پرسیدیم، اینا هم فکر کردن، همشون هم نمیخوام بگیم خجالت زده، ولی الان روشون نمیشه بگن آقا نه ما دموکراسی میدونیم چیه، نه آزادی میدونیم چیه، نه این نه اون. ولی خب شما که پیدا کردی بیا به ما بگو تا یاد بگیریم. قرار نیست ما بریم یه چیزی یاد بگیریم. خیام خیلی بخیل بوده، به کسی یاد نمیداده، ولی میدونید دانشمندای دیگه به دیگران یاد میداده. این یک. در رابطه با این دوستمون که شما میگید از خلیج فارس، از کدوم گور، شهر به شهر، فلانی بسار و اینها، مثلا فکر کنید اصلا من نگفتم خلیج فارس، فکر کنید گفتم ایشون اهل لاره. بعد مگه شما وقتی رادیو گوش میکنید عکس طرف رو میبینید؟ به این دلیل که عکسش رو نمیبینید حرفاش رو قبول ندارید؟ رادیو که مگر گوش میکنید هر 5 دقیقه میگه اسم این کیه، داره حرفش رو میزنه، شما میاد گوش میدید. حالا بگیم اسم ایشون کوروش آسوده به خواب است، اهل لارستانم، کوروشم آسوده خوابم، پس اسمشو گفتم، بهت گفتم از کدوم شهره، اوکی؟ میمونه این قسمت رو شما فکر کن رادیو داری گوش میدی، دلیل داره عزیز من، چون شما دنبالش میگی و خیلی هم منطقی
قشنگ از خود من ایراد گرفتی که آقا چطور شما تو فیسبوک به مردم میگی عکس نمیذاری فلان. اون قانون فیسبوکه، رعایت نکرده. ولی این آقا با من تماس گرفته، به من گفته بنا به چه دلایلی امروز حاضر نیست بیاد، ولی به موقعش میاد. با هم صحبت کردیم، میشناسمشون، آدرسش دارم، تلفنش دارم. خب من امروز الان شما اسمتو نگفتی، پس این پیامت با بنزیم سطل آشغال؟ نه، پیامتو گوش میدیم، شاید یه چیز درست گفته باشی. شما طبق گفته خودت باید فقط پیام ویدیویی بفرستی، بعدم اول بگی از کدام گورستونی، اسمت چیه، خدا رو کولت، ما هم تحقیق کنیم ببینیم حالا شما جزو جاسوسا نباشی، خدا رو کولت، بشنویم ببینیم چی میگه. بفرما. ولی میخوام بگم ما میخوام چیز از این یاد بگیرم، عقل بشر میخوام برام بشناسونی که خودش اصلا معلوم نیست چی هست. خدا وکیلی، حالا خودت بگو آقای سوربی، شما که گاهی وقتا میبینم که مثلا به آی آدم هایی که تو فیسبوک با هم صحبت دارین، با هم دیگه بهش میگی چرا عکس عوضی گذاشتی یا اسم عوضی گذاشتی، اینا چرا به این آقا نمیگی؟ چرا اسمت معرفی نمی کنی؟ کی هستی؟ از کدوم که کاره خیلی بار؟ اگر چه من میدونم تو میدونی که کجاست، اما میخواد که ما ندونیم. خدا پدرت بیا مرزه، پس من که باید بدونم میدونم کجاست، و به خاطر اون چیزایی که گفتم، شرایطی که الان هست، فعلا به شما نمیگیم. ولی اگه چیزایی که ایشون میگه درسته و شما نمیخوای حرف درست رو گوش کنی، ما که دیگه اجباری نداریم، ما که اجباری نداریم به شما یه چیزی رو بگیم. آقا من دارم با ماشین میرم، یه ماشینی از اون ور خیابون میاد، براش چراغ میزنم که آقا اینجا تصادف شده، یواش برو. اون دو تا حق انتخاب داره، یا یواش بره بدون اینکه منو بشناسه و اینها، بگه این حتما یه آدمیه که صلاح و خیر منو میخواد، یا اینکه بگه این پدرسگ خارجی فلان فلان شده، حالا دیگه برای من چراغ میزنه، حالا چراغ میزنی من تندتر میرم، تندتر بره بزنه تو اون تصادف. آقا تندتر برو، هر کاری دلت میخواد بکن. اسم ایشون هست کوروش آسود خیال، از لارستان استان فارس. بفرما. اینا میدون ولی مهم نیست که حالا فرض ما بدونم تو کی هستی و کجا هستی. ای خدا نکشتت، ای خدا نکشتت تا خودم با این دستای خودم خفت کنم. همه رو گفتی 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 گفتی، آخرش میگه حالا مهم نیست که من بدونم تو کی هستی کجا هستی. خب پس چرا اینقدر گیر دادی؟ من اگر راجع به فیسبوک میگم، من اگر این روزا یکی زنگ میزنه میگه آقا میخوام صحبت کنم، یه زمانی تلفن بود، الان اسکایپ اومده، بهش میگم آقا با اسکایپ من صحبت میکنم که شناسایی بشیم. اون تکلیف شخصیت حقیقی حقوقی بودن، حالا یه ماجرایی رو براتون بگم. یادتونه من امروز تو صحبتام از آقای ناصر شاهین‌پر پرسیدم آقا شما چرا چند تا صفحه فیسبوک داری؟ تو یکیش عکس نداری فارسی نوشتی، تو یکیش عکس داری نه؟ گفت والا نمیفهمم، خودم میزنم یکی دیگه درست میشه. توی این چند روزی که ما هم منتظر بودیم ایشون اسم ما رو اضافه کنه، ایشون میگه آقا اسمت اضافه کردم نمیشد اینا، من رفتم تو این فکر که یه نفر میدونه که مثلا من میخوام با آقای شاهین پر مصاحبه کنم، اون اومده یه صفحه باز کرده. ما ایرانی هم همش هر چی هستیم دیگه، اهل دسیسه و فکر. و آقا من این که از این خیابون امروز رد شد، فکر کنم اومده بود ببینه خونه ما کجاست. من فکر کردم یه نفر دیگه اومده به اصطلاح یه صفحه رو باز کرده و میخواد جای ناصر شاهین‌پر خودش رو جا بزنه. ولی بعد دیدم اونجوریه. بله اونو شما درست میگی، من اگه یکی بخوام مصاحبه کنم با طرف صحبت میکنم. دیدید تا حالا قرار گذاشتم با چند نفر، بعد گفته آقا میشه فقط آدیو؟ گفتم نه خیر آقا، تو دیروز با من اومدی با ویدیو صحبت کردی، این روزا با این تلفن‌های دستی شما میتونید اسکایپ رو بذارید، میتونید فیس تایم رو بذارید، اینجوری بیای وایسی بذارید. یه چند سال پیش من با یه مجاهدی صحبت کردم، آقای گلن ترشیزی برو ببین که بابا چقدر ما وقت گذاشتیم برای این مجاهدا، ولی نه برنامه‌ای دارن نه رهبری دارن، ما گیو اپ کردیم. حالا شما آقا مبارکت باشه، اصلا وقتی میری ساندویچ که نمیخوری 100 تا ساندویچ ببر بده به اینا که تو راه که دارن میرن از
آلبانی به تهران و نمیدونم فلان ساندویچ داشته باشن. آقا مگه ما به شما گفتیم کم کار کن برای مجاهدین، برو هر کاری دلت میخواد بکن. خود شما هم که با این دانشی که داری فهمیدی 10 نفر بیننده ما هستن، چرا اینقدر خودت اذیت میکنی برای این 10 نفر؟ ولی اعداد دروغ نمیگن، تو دروغ میگی آقای ترشیزی. بله با این تلفنش خانم زور وقت نهار اینجوری رفت گذاشت رو میز نهارخوری. ببینید قشنگ میشینی خودت هم میبینی صحبت میکن. وقتی امروز به این سادگی ارتباط برقرار میشه، اون وقت معلومه من وقتی یکی میاد تو فیسبوک رفته عکس یک شیری رو گذاشته که دمش اومده اینجوری بالا و نمیدونم شمشیر حضرت علی هم دستشه، بهش میگم آخه تو الاغ اصلا نمیدونی شیر معنیش چیه، شمشیر معنیش چیه، فقط هی کوروش کوروش میکنی. با اون اصلا نمیخوام حرف بزنم و بهتونم گفتم از این روز یک کامنت رو صفحه یکی نمیذارم، خیلی هم بی‌تعارف بهتون میگم. دلیلش اینه که اینا هیچ کنشون ارزش ندارن کسی کامنت براشون بذاره. آقا من اگه کامنت میذارم، اگه یک بی سر و پای یه بی پدر و مادر، بعضی وقتا ما به اشتباه میگیم بی پدر و مادر، و بگیم یک نفری که 10 پدر داره و یه مادر میاد اینجوری میگه، وظیفه وحیده، وظیفه آقای غلام ترشیزیه افسار اونو بکشه، ولی نمیکشن، خوششون میاد میخندن. خب وقت اینا میخوان ببرن آزادی بدن به شما، خودش داره میگه، میگه این دفعه اگه اینا نوبتشون رسید، یادتونه آقای رضا پهلوی چند مدت پیش گفته بود که اونایی که نمیان تظاهرات، ما فردای ایران که خواستیم بریم به ایران، به شما پاسپورت نمیدیم. این احمق فکر میکرد هر کی از این ور میخواد بره ایران باید پاسپورت داشته باشه. باباش میخواست پاسپورت بده، این یکی میخواد پاسپورت بهتون نده. خب این پیام دوستمون، بریم سراغ آقای بهرامی. و اما آقای بهرامی هم ماشاءالله از چند تا شماره تلفن صحبت میکنه، من دیگه نمیدونم کی به کیه، کجا به کجاست، ولی اب نداره. شیرازی ها میدونید که گفت سالها ازدواج کرده بود، بچه دار شده بود و اینها، خانمه باز میگفت من نفهمیدم کجا به کجاست، نقل کجاست، زن پسرمه. حالا این ماجرای آقای بهرامی هست و بنده. بفرمایید. سلامت کردم آقای صحبه، این مسیج مال خودتونه. خدا پدرتو بیامرزه، پدر ایشون دکتر بهرامی بوده. دوستان یاد بگیری میگه سلام، این پیام مال خودته، من خاموشش میکنم، بعدا خودم تنها گوش میدم. خب بریم، یه پیامی برای همه گذاشته، اون یکی با اون شماره تلفن بوده گویا، ببینیم چی میگه. و اما ماجیک جک، یا از این یکی تودی بیایم بریم این یکو. آه ماجیک جک بفرمایید. ای خدا، این با فایرفاکس جدید یکم طول میکشه. سلام عرض کردم آقای صحبی، میبخشیم مزاحم شدم، دیروز هر کاری میکردم لاینت بیزی بود. برز مزاحمت یه 10 ویدیو برای فرستادم مال بچه هایی که سرطان دارن و کنسر دارن، من خواستم از ازتون تشکر کنم که این ویدیو رو امروز آماده میکنم، همشو بر حسب زمان به ویدیوهایی که مثلا 15 دقیقه نیم ساعت باشه، چون بعضی از 3 دقیقه 4 دقیقه 8 دقیقه اینا میذارم توی برنامه ها. خیلی ممنونم، ایشون گفته که حتی تو ایران اینا رو دیدن، جواب داده، تماس گرفتن، از این بابت متشکرم. آقای ترشیزی دروغ میگه عزیزم، آفتاب آمد دلیل آفتاب، این پیام آقای بهرامی برات میفرستم. این همونه که رفته بود گفت شما رفتید یه جایی هست بهش میگن جامایکا اسکوئر یا هم چیزی، و این اهل نیجریه یا هر کی تو نیویورک هستن، برداشتید بردید، $20 دادید بهشون که اومدن، نهارم بهشون دادید، $20 برگردید. بعد بزرگترین اشکالی که آقای ترشیزی گرفت، گفت آقا این میگی نهارم دادن ولی چرا اینا رفتن همبرگر خوردن؟ آقا منم میرم یه جایی، طرف میگیم نهار چی داری؟ میگه مثلا استیک اند چیز سابوی، میگم نه آقا من نمیخورم، من ترجیح میدم برم مغازه اونوری ساندویچ کوکو سبزی داشته باشم. شما بزرگترین دروغی که آقای بهرامی گفته اینه. عکسایی که این همه سیاه لولو نشون ما میدن اونا دروغ میگن، و وقتی دروغ بگی عادت کنی
میشی مثل آقای ترامپ، دیگه نمیفهمی که داری دروغ میگی. از همسرت سوال کن، از پسرت سوال کن، بگو که من میدونم فلانی مرده، به شما میگم نمرده، من دروغگو هستم یا نیست؟ حتما که نباید دماغ آدم بزرگ بشه بخوره تو در دیوار. ماهای گذشته این چیزای فیلمای بچه‌ها رو که نشون دادی عجب تاثیر کرد. خیلی ممنون، خیلی ممنون، چون اگه اینو بگیم حالا دوستان فکر کنن ما به شما گفتیم و شما میخواین تبلیغ کنید برای ما اینا، درصد ممنون. I don't know which one is better, دکتر اور مارکو پولو. من به این آقای چمنارا گفتم بله، هر کی بره تو تلویزیونای لس آنجلس بهش میگن دکتر، ولی شما چون خیلی مسافرت میکنین من به شما میگم مارکو پولو. اینم از این. و آقای دکتر داریوش احمدی یه چیزی برای من فرستاده، ایشون نوشتن که آقای سوری برای اطلاع شما خلیج فارس در نقشه‌ای که توسط هرودوت در سال 450 قبل از مسیح ترسیم شده و در این نقشه به زبان لاتین نوشته شده، خلیج فارس همون سینوس پرسیویوس یه هم چیزی گفته. خب اینو ما میدونیم بابا. شاه هم به آقای مایک والاس، مایک والاس گفت خلیج، بهش گفت چرا میگی خلیج، مگه تو مدرسه نرفتی؟ گفت چرا، رفتم مدرسه. گفت توی مدرسه بهت گفتن چی؟ گفت خلیج فارس. گفت خب چرا نمیگی؟ اینو میدونیم ما. شما اگه تونستی اینو با پست، با ایمیل، با توییتر بفرست برای این ترامپ شارلاتان احمق که چون پول گرفته از سعودی میگه خلیج عربی. ضمناً آقای شاه حالا که هیتلر مرده بود و اینها، باید میگفت که آقا این پدر من یک اشتباهی کرد، پرژیا رو کرد ایران و همه این مکافات از اون موقع شروع شده، که خودش رفت سوئیس گفت من ایرانی هستم. بچه ها بهش گفتن ایران کجاست؟ اون وقت وایستاد توضیح داد، بهشون گفت ایران همون پرژیاست. کارمون آقای احمدی نازنین یک جا و دو جا خراب نیست، کارمون خیلی خرابه. ساعتم 3:37 است. و اما پتیک یه چیزی برای من فرستاده، قراردادی هست، اینو نگاه کنیم. و بله دوستان، راجع به کلیمیا و صهیونیستا گفتم، شما این ایمیل رو نگاه کنید. اینو یک آقای، یک خانم ربای برای من میفرسته، میدونید، یا یک آقایی هم هست. اینها یک گروهی هستن به نام Jewish Voice for Peace، یعنی صدای یهودیان یا صدای کلیمیان برای صلح. بعد اینجا نوشته که هی من میخواستم به شما بگم که به اصطلاح این یه شنبه این برنامه هست، اون برنامه هست، و آخرش اینه، میگه زنگ بزنید به کانگرسمناتون، به سناتوراتون. تو هر ایالت شما باشید دو تا سناتور دارید، تو هر قسمتی باشید چندین نماینده مجلس، دلیگیت، شورای شهر، اینا دارید. هیچ ضرری نداره، حتی به اون شورای شهر رو، نمیدونم سیتی کانسل و اینا هم زنگ بزنید، به اونا هم بگید. این میگه که بگید که tell senators Kane and senator Warner، چون میدونن من مال ویرجینیا هستم و سناتورای ما وارنر هست و کین، میگه بهشون بگو که you don't want war with Iran. حالا ما باید بگیم آقا یا خانم، شما اینو به نتانیاهو بگو که یابو برش داشته، اینو به ترامپ بگو، ولی مهمه که آدم به سناتورا هم بگه. و من حتما بعد از برنامه این کار را انجام میدم. و اما بهتون گفتم که رایان یه ایمیلی فرستاده که دیروز ویندوز 10 بالاخره یه اپدیت فرستاده که کامپیوترهایی که ویندوز 10 دارن، به اصطلاح اون که مایکروسافت فرستاده، که سریع بشن. این از این. دیدید آخونده همش میگن به فکر این دنیا نباشید، به فکر آخرت باشید، چنین و چنان. حالا این دوستمون یه آخوند عربی رو اینجا نشون میده، میگه اینم به مردم میگه خیلی خودتون رو مشغول این دنیا نکنید، به فکر آخرت باشید، اینجوری و اونجوری، ولی نگاه کنید خودش توی ماشینی که میشینه، نمیدونم این تره واقعا، این دیگه ماوس بی سیم رو باید بندازم دور، برگردم به همون ماوس با سیم خودمون و بگم آقا نخواستیم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. بله این آخونده، نگاه کنید، البته به عربی صحبت میکنه، این ماشینی که داره یا رویز رویزه یا
بالاخره چند تا بنتلی هست و اینها. بشنوید. صدا نداره اینجاش، بعد که صدا میاد حاصلش اینه که بله این رویز رویز بود، جلوش دیدم آر آر نوشته، این با بچهش این ور اونور تو کشورهای اروپا دنیا نلعب فيها ونعث كما يعث الصبيه الحياه الحقيقيه عند الله عز وجل فلهذا نهيب خلاصش چیزای دنیا رو دنبالش نباشید، بذارید ما استفاده کنیم. و میبینید که وقتی میره تو کشورهای اروپایی با بلوز و نمیدونم با پیرن و شلوار، ولی اینجا که میاد با این لباس ها که بتونه به اصطلاح خودش رو مثل مردم نشون بده. و اما بدل ترامپ در متروی تهران، میدونید که همیشه اینجوری بوده، آدم های معروف یه عده‌ای شبیه اینها بودن، یه عده‌ای خودشون رو شبیه اینها میکنن، بعد از اون طرف هم بعضی از آدم های معروف یه دو نفر رو استخدام میکنن که نقش اینا رو بازی کنن. مثلا وقتی میرن یه جایی اون به جاشون از این ور بره که اگه قرار شوت بشه شلیک بشه به اون شلیک بشه. و ندیدم تازگی مثلا تو سالهای اخیر کسی بگه مثلا به جای کندی بدل بوده فلان اینها، ولی این چیزیه که نوشته ترامپ در متروی تهران. احتمالا اونم هر کی هست باید موهاش همینجوری از پشت گردنش بچرخونه بیاره جلو ببره پشت، بعدم گریس و تافت و هزار تا کوفت دیگه بزنه. میگه که شهروندی تهرانی تصویری جالب از بدل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در فضای مجازی منتشر کرده است. هیچ توضیح دیگه هم نداده و این فقط هست. شما اگه بری لاس وگاس، لاس وگاس چیه؟ برو نیویورک، نیویورک سر اون تایم اسکوئر همینجوری که رد میشی یکی خودشو کرده الویس پریسلی، یکی خودشو کرده سوپرمن، نمیدونم فلان اینا. این بیچاره هم برای روزی چند دلار در میارن. حالا این آقا نمیدونم چرا وقتی که ترامپ اینقدر منفوره این بیاد خودشو به این صورت در بیاره. اینم برنامه‌ای که 400 نفر رو فوربس، مجله‌ای که 100 ساله شد، مجله‌ای که پدر بزرگ همین آقای فوربس که میخواست اینجا رئیس جمهور بشه میلیاردر هست و اینها، فوربس 400 لیست و 10 تا the richest people in America for 2017 10 تا از ثروتمندترین رو گفته و خبری از ترامپ نیست. ترامپ اینجا نوشته پرزیدنت ترامپ came in at number 248، یعنی این هی میگه من پول دارم پول دارم، 247 نفر از این پولدارترن، ولی این از اونا پررو‌تره. اونا ممکنه حتی بخوان قایم کنن نگن ما چقدر داریم، این چون احمقه میخواد داد و بیداد که داره و نمیدونم زیادم داره و اینا. پتیک نوشته که 2-3 روز پیش قرارداد جدیدی با سوئد یا نروژ به مبلغ 2.2 بیلیون بسته شده. این دیگه چه صیغه ایست؟ پول رشوه به دهنشان خوشمزه آمده. قرار نیست قرارداد نبندن. سال هاست همین فرانسه، همین انگلستان، هم کشورهای دیگه که تازه اون موقع تحریم و گفته بودن از راه‌های پشت قرارداد می‌بندن، پولا رو چند برابر می‌گیرن و الی آخر. الان که دیگه طبق قانون برجام اونا دارن کار خودشونو می‌کنن. این وسط ترامپ بگه داره به آمریکایی‌ها و شرکت‌های آمریکایی صدمه می‌زنه و اونم به احتمال زیاد چون این دیسرتیفای یا ریسرتیفای کردن ایران رو داد دست مجلس، اونم حتما مجلس برمیگرده یه تودهنی محکم بهش میزنه و میگه نه. و تا امروز که من با شما صحبت میکنم طرف دارای ترامپ، ترامپ در 274 روز یک دونه بیل نفرستاده. بیل یعنی پیشنویس قانون که مینویسن میفرستن اون نماینده مجلس، میگن قانون خوبیه امضا میکنن اجرا میشه. و اولین رئیس جمهوریه که توی یعنی توی 9 ماه هیچ کدام از چیزایی رو که قول داده انجام نداده، فقط شلوغ میکنه، گول آدمای کم سواد و نادان و نئیو و ساده دل میکنه. هر کدومتون فکر میکنید که من دارم اشتباه میگم،
بیاین تا بهتون ریپورت نشون بدم که اولین رئیس جمهوری که توی 274 روز اولش هنوز یک دونه بیل به مجلسین نداده. کسی که میگفت ساعت اول پاره میکنم، کسی که میگفت ساعت دوم پاره میکنم و الی آخر. من هیچ تعجبی نمی کنم که اینها قرارداد ببندن و به اصطلاح پول بسازن و الی آخر. و اما مصاحبه اشپیگل با ماکرون، آیا ترامپ شما را میترساند؟ ماکرون اون آقای جوونی است که رئیس جمهور فرانسه شده و همسرش اگه اشتباه نکنم 25 سال از خودش پیرتره. ترامپ اول برخلاف این بود با اون خانمه که اونم خانمم شکل ترامپ بود، میخواست تندرو و اینها. وقتی که این برنده شد گفت من اصلا شما رو دوست دارم، همین مثل پریروز. این آدم اصلا ذاتش با دروغه، مثل که شبی که نطفش بسته شده باش باباش داشته به ننش دروغ میگفت. نمیدونه آمد و رفتن نهار خوردن و شام خوردن تو برج ایفل و فلان اینها. حالا ببینیم اینجا این چی نوشته. نوشته که در سومین ماه حضور امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با وی گفتگوی خصوصی انجام داده است. اشپیگل مجله آلمانی. رئیس کاخ الیزه در این مصاحبه تأکید میکنه که اروپا به سمت یک شکست دست جمعی پیش رفته و خواستار نوعی تجدید نظر در این روند است. ماکرون در خصوصی در خصوص ارتباط خود با دونالد ترامپ میگوید با وی اختلاف نظرات جدی دارد، اما به گفتگو با وی در خصوص مسائل متفاوت از جمله ایران ادامه خواهد داد. اشپیگل گفته شما اخیراً سخنرانی مشهوری در سوربن، دانشگاه معروف اونجا، در مورد اروپا انجام دادید و در آن گفتید که مایل هستید اروپا را از نو بسازید، یعنی اون رنسانس فرانسه بندازید سطل آشغال، دوباره اینا میخوان یه رنسانسی داشته باشن. احتمالاً رنسانس اینا این رنسانسیه که این آقایون شاه اللهی راه انداختن. اینا هم خودشون رو مسخره کردن، اون آقای شاهین و نمیدونم دوستان دیگه. ماکرون در خصوص این سخنرانی گفته من نسبت به آن دیدگاه متواضعانه دارم. همیشه در مورد اروپا بحث گسترده‌ای وجود داشته است. ابتکار عمل من این بود که در سخنرانی خود برخی از عناصر جدید را معرفی کردم، اما علاوه بر آن در خصوص ایده‌هایی که برای مدت زمان طولانی مطرح بوده است و دیگران آن را ارائه دادن نیز صحبت کردن. یعنی هیچی، اینم رفته که یه حرفی بزنه. حالا نمیدونم اینا هم وقتی میرن دانشگاه صحبت میکنن، حتی وقتی رئیس جمهورن، پول میگیرن یا نه؟ اینجا تو آمریکا پول میگیرن، پولای کلون میگیرن. و دیدم تو ایران یه نفر میگه آقا کسی که نماینده مجلس میشه این همه پول خرج میکنه برای که 6 سال 4 سال 8 سال بیاد مثلا 8 تا 2 میلیون بگیره میشه اینقدر، ولی اینقدر میلیون خرج میکنه، حتما یه چیزایی هست. آمریکا هم همینه. شما الان میبینید چندین میلیون چندین میلیارد خرج میکنن میان، ولی میبینید مثلا ترامپ میگه من اصلا 400 هزار دلار حقوق نمیخوام، لازم نداره، چون میره سعودی عربی، اولین کشوری که رئیس جمهور میشه، اونا هم که پول باد آورده میرزن تو جیب اینو تو جیب فامیلشو الی آخر. ولی ترامپ هر روز که میگذره وضعش خرابتر میشه. همین دیروز داشتن با اون سخنگوی کاخ سفید آقای شان سپایسر صحبت میکردن، اون کوتوله‌ای که دروغگو بود که میگفت اینجا جمعیت اینایی که اومدن برای قسم خوردن چیز بیشترین بوده و اینها. و امروز که با شما هستم اون آقای سشن که اونم یک کوتوله ای از ساوت که از اون نجات پرستا هست و اینها، با لحجه شدید ساوت هم جنوبی هم صحبت میکنه، توی سنا نشسته به قول خودشون دارن گریلش میکنن، یعنی دارن کبابش میکنن از سوالایی که میکنن. و امیدوارم به زودی اون نتایج اون گروهی که به اصطلاح دارن تجسس ندارن بازرسی میکنن بررسی میکنن بیاد بیرون. ولی فکر کنم قبل از اون ماجرای این زنهایی که ترامپ بهشون دست درازی کرده، آزار جنسی به اصطلاح، این بهتر و مفیدتر بتونه بیاد اینا رو بندازه، چون 10 میلیون دلار یه نفر پول داده، اون آقای لری فلینت که به خاطر چیز تیرش هم زدن الان 40 سال هم شاید بیشتر فلج.
و اما میگه که why the world is watching Xi Jinping، مال چین رو میگه. میدونید که توی چین مردم رئیس جمهور انتخاب نمی کنن، چون کشور کمونیستی هست، اون به اصطلاح شورای کیشون هست، کنگره سرتاسریشون میاد حدود 2000 خورده نفر و اونا انتخاب میکنن. میشه گفت حقیقتا یه جورای حکومت پارلمانیه. حالا نمیدونم اونا نمایندگان مردم هم، یعنی مردم اونا را انتخاب کردن، اونا به اصطلاح رهبر جدید رو یا نه. دیروز به همین خاطر داشتم میخوندم یه چند جا ببینم که این چیه، به این که میگه چانسلر، اون یکی میگه پرایم مینیستر، اون یکی میگه معاون پرزیدنت. مثلا توی آلمان پرزیدنت هست، ولی هیچ کدوم از شما اسمش رو شنیدید؟ اسمش رو میدونید؟ یه جورایی میشه مثل کانادا که پرزیدنت که نداره، خانم ملکه همه کاره است، ولی پرایم مینیستر یا توی آلمان چانسلر اونو داره. در هر صورت اینم از این. دوستان عزیز، شما هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید، برنامه داشته باشید و ببینیم که این فیلم ها رو بذارم برای جمعه. چند تا فیلم قشنگ و خنددار هست، ولی آقای تیمسار آریانپور یک مقاله کوتاهی رو نوشته، اجازه بدید من هم بهتون نشون بدم هم براتون بخونم. چرا من نشون میدم؟ به این دلیل که اگر یک کلمه ای رو من اشتباه میگم، شما دوستان که فارسیتون از من خیلی بهتره، متوجه بشید و اون رو یاد بگیرید و درست به اصطلاح مطلب رو درک کنید. وراجی های اخیر آقای پرزیدنت ترامپ. سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیش و بیش از آن که ایران و معاهده بین المللی برجام را مورد هجوم قرار دهد، جایگاه سازمان های بین المللی و استحکام و اعتبار مسببات آنها را مخدوش و آسیب پذیر می سازند. ترامپ، اصلا به این نگید ترامپ، نگید آقایه، ایشون لطف کرده نشته آقایه، بگید ترامپ. تازه همین ترامپ هم اصلا زیاده. ترامپ به بهانه غیر منطقی چانه‌زنی مجدد بر سر منافع ملی آمریکا و اینکه برجام نتوانسته ایران را از تلاش‌های موشکی و ناامن‌سازی جهان و منطقه باز دارد، تلاش نافرجامی را آغاز کرد که در همین ابتدای راه با عدم همکاری دیگر اعضای 5+1 مواجه شده و رئیس جمهور هنجار شکن کاخ سفید را نیز به سردرگمی کوچانده است. رویای ترامپ به سرعت به کابوس وی و همراهانش مبدل خواهد شد. سیاست عجولانه و غیر کارشناسانه ترامپ و همراهانش دکترین سیاسی، بعضیا این دکترین میگن دکترین، دکترین غلطه، فکر کنم دکترین درسته، دکترین سیاسی و منطقه‌ای کاخ سفید در مواجه با ایران را به شکست کشانیده، دوستان آمریکا را به سراب خیالات دست نیافتنی روانه کرده و بزرگترین ناکامی دیپلماتیک را برای دستگاه سیاست خارجی و برنامه‌های خاورمیانه‌ای آمریکا رقم زده است. ببخشید. آنگونه که اگر مدتی قبل 5+1 در کنار هم به چانه‌زنی با ایران و مذاکره برای محدودسازی برنامه هسته‌ای می‌پرداختند، امروز همان اعضا در کنار ایران به مخالفت با سیاست‌های بحران‌ساز ببخشید. خوبی بنوشیم. بله، امروز همان اعضا در کنار ایران به مخالفت با سیاست‌های بحران‌ساز و ناکارآمد آمریکا برخواسته و برای صلح و ثبات جهانی در پناه اجرای دقیق برجام هم فکری می‌کنند. آمریکایی‌ها نمی‌دانند اگر امروز پیمان جهانی برجام را نادیده بگیرند و در سودای دستیابی به پاره‌ای خیالات واهی از اجرای آن سرپیچی کنند، دیگر هیچ کشوری برای هیچ معاهده‌ای با طرف آمریکایی پای میز مذاکره نمی‌نشیند. در اینکه در شرایط کنونی بازنده این بازی آمریکا و شخص آقای ترامپ است، تردیدی وجود ندارد. اما دستگاه دیپلماسی ایران باید همچنان
عالمانه و متعهدانه از دستاورد مهم مذاکرات هسته‌ای برجام پاسداری کند و نگذارد این محصول گرانقدر و استراتژیک دستخوش رفتارهای احساسی و عکس العملی عده‌ای در داخل و خارج ایران قرار گیرد که از درک شرایط و امکانات ناشی از توافق هسته‌ای ناتوانند. اینم از نوشته آقای هوشنگ تیمسار، امیر هوشنگ آریانپور. دوستان عزیز، اون ویدیویی که بهتون گفتم، مصاحبه صدام با آمریکایی، من لینکش رو دارم. اگر روی یوتیوب و این ور پیدا نکردید، یک ایمیل ساده بزنید به دو تا آدرس داریم، یکی اینفو اد مردم تیوی، دیگه از این ساده تر ما نمیدونیم چیکارش کنیم، اینفو اد مردم تیوی دات کام، یکی USA آمریکا هستیم نقطه سوربی SORBI اد gmail.com. و اینه ویدیو، اجازه بدید من بازش کنم، عکسشم بهتون نشون بدم. بله، میگه که Middle East Observer، ابزرو کردن یعنی تماشا کردن، شاهد بودن، نگاه کردن. و اینجا هم تیترش نوشته Destroy یعنی نابود کردن، نوشته اسد پرزیدنت سوریه این خبرنگار رو نابود کرد. من اگه اشتباه نکنم این آقا به اصطلاح دبیر یاهو هست. میدونید که یاهو اینها هم چند سالی هست که در کارهای خبری به اصطلاح فعالیت میکنن و این آقا هرچی میگه، این عکس رو نشون دادم، اونم اون برشم اسد، صداش و اینا رو پخش نمیکنیم چون یوتیوب یقه ما رو میگیره، چون اینم روی یوتیوب هست. و بذارید من براتون این عکس ها رو نشون بدم که شما ببینید اینجا نشستن. این میدونید من همیشه به این بشار اسد میگم این خیلی عقب افتاده است. اولا باباش دیکتاتور بود، حافظ اسد، بعد اینم توی خانواده دیکتاتوری کسی که رفته شده دکتر چشم و اینها، خیلی باید عقب افتاده باشه که هنوز اون مملکت رو اینجوری با اون وضع دیکتاتورشیپی نگه داشت، اینقدر آزادی نداد به موقع تا به این روز افتاد که الان 6 سال هست مثل اوضاع اینجوریه. ولی دوست عزیز اگر میاد حرف درست میزنه باید گوش کنیم. به این طرف میگه که آقا، بهش میگه شما خبر از زندانا داری؟ میخنده میگه من تو کاخ زندگی میکنم. ولی شما خبر داری؟ میگه بله. میگه رفتی دیدی؟ میگه بله. میگه خب عکسشون اسمشون به ما بده. میدونی اونم پدر سوخته است دیگه، کسی که پدرش حافظ اسد بوده پدر سوخته دیگونه. ولی همین حرفی که آقای آریانپور زد به دلیل کارایی که آمریکا کرده دیگر کسی بهش اطمینان نمیکنه، اسد اینجا میزنه تو صورتشون، میگه شمایی که به شهروند خودتون دروغ میگید، شمایی که به شرکاتون تو دنیا دروغ میگید، شمایی که سربازای خودتون رو توی ویتنام مواد شیمیایی میریزین روشون، هیچ کسی به شما اطمینان نمیکنه. این ویدیو رو لینکش رو زیر فیسبوک میذارم، زیر یوتیوب هم میذارم. بازم ممنونم از یکایی که شما دوستانی که با ما بودید، لطف کنید حتما حتما چکار کنید، تلویزیون مردم رو حمایت کنید. از اون دوستی که 100 دلار و 10 سنت ارسال کرده ممنونم. گفتم بهتون این دوست ما آقای بهمن احمدیان یه چیزی من ازش یاد گرفتم، مثلا قرار داشتیم با هم که مثلا ماهی 300 دلار بفرسته، میدیدم این میفرسته 300 دلار رو 1 سنت، 300 دلار رو 5 سنت. بهش گفتم شما چرا این کار میکنی؟ حالا اگه خارج بودی میگفتیم تبدیل مارک، دلار، فرانک، یورو، لیره اینا باعث میشه، ولی شما که تو تگزاسی من اینجا هستم چرا این کار میکنی؟ گفت که یکم دقت کن، اگه فردا شما به من بگی که پول این ماه نرسید، بهش میگم نگاه کن تو رسیدات ببین 300 دلار و 2 سنتی رو داری؟ اگه گفتی بله، اینه دیگه قشنگ مجزا میشه، جدا میشه. البته گفتم خب با تاریخ و اینها هم میشه. در اصل دوستان عزیز از شما ممنونم. تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. شما در تلویزیون مردم میتونید برنامه داشته باشید، میتونید ویدیوهای دیگران رو اینجا نشون بدید، میتونید با تلویزیون‌ها و رادیوهای دیگه که مصاحبه میکنید مثل آقای چمنارا وقتی مهندس هستید دکترتون کردن برای ما بفرستید پخش کنید. ولی آقای چمنارا گفت آقای سوربی ازت خواهش می‌کنم اول برنامه به دوستان بگو که آقا من مهندس هستم، مهندس برق هستم و دکتر نیستم،
و این آقا وسایل امکانات هم نداره و ماشاءالله تنها چیزی که داره شکمه، انداخته و مصابه میکنه و آقا ما خیلی ها رو داریم چاقن، شکم دارن، به جای پیرن قرمز یه کوت مشکی میپوشن، بعد به جای که اینجوری بشینن، خب من الان ببینیم، من الان اینجوری بیام جلو شکم رو اینجوری کنم، قشنگ میشینن میز رو میارن بالای کارمون، خیلی خرابه. منتظر ویدیوی آقای چمنارا باشید. روز و روزگار بر شما خوش. نظر بدید درباره صحبت آقای شاهین‌پر، درباره صحبت من راجع به اون آخونده، راجع به آقای چمنارا، و اینجا نظر دادن آزادی، توهین و تهدید و تهمت و اینها میندازمتون بیرون. من مثل وحید سعیدی نیستم، من نمیخوام میرغضب باشم. با امید دیدار جمعه 12 ظهر با برنامه کانون آوا. مرسی.